هزاران درود دارم خدمت همگی حضار در جلسه امروز و همراهان گرامی. امروز یکی دیگه از نشست های ماهانه کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران را در فضای مجازی زوم برگزار می کنیم. امروز شنبه 11 جون 2022 مصادف با 21 خرداد 1401 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی جلسه امروز رو با شما همراهان گرامی شروع می کنیم. در ابتدا لازم می دونم خدمتتون عرض کنم که برنامه همزمان به صورت لایف از یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین اپلیکیشن کانون در حال پخش هست. خب بدون فوت وقت میریم و سخنرانان گرامی رو در این جلسه خدمتتون معرفی میکنم. ابتدا همراه میشیم با خانم نگار سنمار و گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران رو که در خرداد 1401 اتفاق افتاده با هم میشنویم. سپس خانم مرضیه مهدیه با موضوع بررسی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمتشون هستیم و در ادامه آقای امیر حسین کریمی سخنرانی خودشون رو ارائه میدن با موضوع سانسور در ورزش ایران. سپس آقای مهدی کریمی با موضوع موانع و مشکلات ورزش در ایران سخنرانی خواهند کرد و آخرین سخنرانمون خانم زهره میرخوند چگینی هستند با موضوع نقش ورزشکاران در آگاه سازی مردم. در انتهای هر کدوم از سخنرانی ها شما همراهان عزیز میتونید نقطه نظرات یا سوالات یا پیشنهادات خودتون رو در مدت زمان 3 دقیقه ارائه بدید. خب اگر موافق باشید با هم اولین سخنران رو که خانم نگار سنمار هستند دعوت می‌کنیم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران رو در خرداد 1401 ارائه بدن. سرکار خانم سنمار اگر آماده هستید لطفاً دستتون رو بالا ببرید. با درود به همه عزیزان، صدای من هست؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. بسیار عالی. خب اولین خبر از روزنامه شرق انتخاب شده. دختران ورزشکار را کیمیا علیزاده تشویق به ترک کشور میکند. روزنامه شرق در 2 خرداد ماه نوشته که فدراسیون وزن برداری ایران روزهای سختی را سپری میکند. این فدراسیون که با رفت و برگشت علی مرادی به صندلی ریاست به اندازه کافی از لحاظ مدیریتی به چالش خورده، با مهاجرت 2 ملی‌پوش زن اسیر بحران عجیبی شده. اولین خبر پرسرصدا مربوط به اقدام پناهندگی یکتا جمالی بود که از آتن به آلمان رفته و در این کشور درخواست پناهندگیش رو ارائه کرده. اندکی بعد ضربه دوم به فدراسیون ورزش وزن برداری ایران زده شد و این بار مربوط بود به صحبت‌های پریسا جهانفکریان، یکی دیگه از وزن برداران کشور، که در گفتگوی رسمی تایید کرده بود که از ایران به آلمان مهاجرت کرده و قصد داره که در این کشور دنیای حرفه‌ایش رو پیگیری کنه. مقصد مشترک یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان برای پناهندگی و مهاجرت باعث به راه افتادن شایعاتی در ایران شد. شایعاتی که خبر میداد کیمیا علیزاده، دختر تاریخ ساز ورزش ایران که اولین و تنها مدال زنان ایران در بازی‌های المپیک رو به دست آورده، به این دو دختر وزن بردار کمک کرده تا به آلمان پناه ببرن. شایعه کمک کیمیا علیزاده
به این دو نفر در شرایط قوت گرفته که حالا پریسا جهانفکریان به شدت چنین موضوعی تکذیب میکنه. او به تازگی با اینساید گیمز مصاحبه کرده و گفته که کیمیا علیزاده اصلا در جریان مهاجرت او نبوده. و همچنین گفته من کیمیا را میشناسم ولی او اصلا در چیزی درباره مهاجرت من نمیدانست. نه اینکه من به شما اطمینان میدهم کیمیا نقشی هم در تصمیم یکتا جمالی به رفتن به آلمان نداشته. بعد از حضورش ایشون همچنین اعلام کرده که در باشگاه TSC برلین میخواد برز تمریناتش را از سر بگیره و به این باشگاه پیوسته. خب این خبر مغایرت داره با ماده 14 اعلامیه حقوق بشر که به حق پناهندگی اشاره داره. متاسفانه در چند دهه اخیر تبعیض، ناعدالتی و سیاست‌های غلط نظام جمهوری اسلامی و نبود امکانات و بی‌کفایتی مسئولان در ایران موجب شکل‌گیری موج مهاجرتی در میان ورزشکاران کشور شد. خبر دوم، سلک، حقوق ندارم، خانواده‌ام حمایتم می‌کند و در علیگو درس تمرین مسابقه ای انجام می دهند. علیرضا سلک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در دوم خرداد ماه در مورد حضورش در جام تختی بعد از ماه‌ها دوری از تشک اظهار داشته که سه کشتی برای سهن در لیگ برتر گرفته و بعد از اون دیگه مسابقه ای نداده. در واقع بعد از مسابقات جهانی نروژ جز لیگ جایی کشتی نگرفته و برای اون که این مسئله اذیتش نکنه در شهرستان تمرین مسابقه ای انجام میده که بدنش از مسابقه دور نباشه. وی در گوشه از مصاحبهش در مورد وضعیت استخدامش گفته علیرضا دبیر استخدام من رو در آموزش و پرورش پیگیری میکرد اما چون قبلا در مورد استخدامم در شرکت نفت صحبت شده بود قید اون رو زدم که البته استخدامم در شرکت نفت هم منتفی شد. حالا قولهای دیگری دادند. سلک در مورد اینکه هزینه زندگیش رو از کجا تامین میکنه یادآور شده آنهایی که قهرمان میشوند اینجا حقوق ندارند. پاداش قهرمانی هم آنقدر نیست که بشود روی آن حساب کرد. همان را هم یک سال بعد میدهند. هزینه هایم به نوعی با خانواده هم است. خب این خبر هم مغایرت داره با اصل 3 بند 12 و اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مسئول است و هدف 3 و 8 سند 23 یونسکو تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی و کاهش بیکاری و ماده 22 و 23 اعلامیه حقوق بشر حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و حق امنیت شغلی. زنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را یافتند برای مراسم سلام فرمانده. خبرگزاری های ایران در روز پنجشنبه 5 خرداد از برگزاری مراسمی تحت عنوان سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی تهران با حضور بی سابقه زنان و مردان در کنار هم خبر دادند. عکس و ویدئوهای منتشر شده در رسانه از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نشان میده که اغلب به جمعیت زنان حاضر در ورزشگاه آزادی در روز پنجشنبه را افراد محجبه و چادری تشکیل دادند که به شکل خانوادگی و همراه با همسر و فرزندان خود در این مراسم که برای یادبود قاسم سلیمانی فرماندهی پیشین شاخه برونمرزی سپاه موسوم به نیروی خود در جایگاه تماشاگران دیده می شدن. اعلام این خبر اون هم در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی با توجیه های مختلف از جمله محدودیت های شرعی یا نبوده زیرساخت های کافی و مناسب در ورزشگاه ها از حضور زنان از حضور تماشاگران زن جلوگیری می کنه واکنش کاربران رو در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. در سالهای گذشته اما با فشار فیفا برخی از زنان به شکل گزینشی و محدود امکان حضور در استادیوم برای تماشای فوتبال یافتن. روی کردی که به زعم برخی از کارشناسان و تحلیلگران شگرد جمهوری اسلامی برای فریب فیفا بود. در یکی از نمونه‌های اخیر اقدام تبعیض آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان تعداد
زیادی از زنان در فروردین ماه همین امسال از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال اقدام به خرید بلیط برای تماشای بازی ایران و لبنان کردند، اما اجازه ورود به ورزشگاه امام رضا در مشهد به اونها داده نشد و مامورین امنیتی برای پراکنده کردن اونها به اسپری فلفل و باتوم متوسل شدند. اصل 3 قانون اساسی بند 9 رفع تبعیضات ناروا، هدف 5 و 10 سند 23 یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمامی زنان و دختران و کاهش نابرابری در درون جامعه و ماده 2 اعلامیه حقوق بشر عدم تبعیض در این خبر نقض شده. بیانیه اعضای تیم وزنه‌برداری علیه مسئولان فدراسیون منتشر شد. اعضای تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون به خاطر مشکلات اردوی تیم ملی رو در هفتم خرداد ماه ترک کردن. علیه مسئولین اقدام به نوشتن بیانیه هم در همین روز کردن. در این بیانیه مواردی از مشکلات مطرح شده که از جمله اون میشه به مشکلات مالی و معیشتی اشاره کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است این خوابگاه وزنه برداری مدت زمان زیادی که نیاز به بازسازی داره و امکان اسکان در اون بسیار سخته و با وجود این که پس از تمرینات سنگین پرفشار ورزشکاران نیاز به ریکاوری دارن، فیزیوتراپ در کنار تیم نیست، سونا و جکوزی نیست، یک سال است که خراب است و همچنان تعمیر نشده. سیستم گرمایشی و سرمایشی خوابگاه هم همین شرایط رو داره. برگزاری کنسرت ها در سالن مسابقه مخل آسایش و استراحت وزنه‌برداران بوده و حتی پیمانکار یکی از درهای ورود به رستوران وزنه‌برداری رو به روی ملی پوشان بسته. جدا از همه این مشکلات، برخی از افراد نالایق و ناکارآمد در فدراسیون در مواردی ورود کنند که در حیطه وظیفه‌شون نیست و مهمتر این که برخورد نامناسبی هم با ملی پوشان دارن که به نظر میرسه حفظ شأن و احترام ورزشکار در فدراسیون وزنه‌برداری جایی نداشته باشه. همین خبرم مغایرت داره با اصل 3 بند 12 اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تامین بیمه، حیثیت جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مسئول است و هدف 3 سند 23 یونسکو تضمین زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه، ماده 22 و 29 اعلامیه حقوق بشر، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و حق مسئولیت نسبت به جامعه. ورزشگاه آزادی، ترک‌های عمیق و فاجعه‌ای که چندان دور نیست. پنجشنبه 12 خرداد ماه ویدیویی انتشار یافت در فضای مجازی که وضعیت دلهره آور ورزشگاه پیر آزادی را نشون میداد که ترک‌های عمیق و طولانی زیر پای تماشاگران نشسته بود. فرو ریختن این ورزشگاه به معنای یکی از بزرگترین فاجعه‌های انسانی خواهد بود. کلنگی ورزشگاه آزادی در سال 1349 برای میزبانی بازی‌های آسیایی 1974 تهران به دستور محمد رضا شاه پهلوی به زمین خورد. یک سال بعد این ورزشگاه با نام آلیامهر افتتاح شد و بزرگترین ورزشگاه آسیا لقب گرفت. در سال 1384 حسن ضیاءآذری مدیر وقت مجموعه آزادی تهران به ایسنا گفته بود ما با یک سازه تمام بتونی روبرو هستیم که از عمر آن 3 دهه گذشته است. او مدعی شده بود که اصلاح این ورزشگاه نیاز به هزینه های جدی دارد که مورد توجه قرار نگیرد. دقیقا یک سال بعد در دی ماه 1385 ورزشگاه آزادی به دلیل یخ زدن لوله های آب سرویس های بهداشتی یک هفته غیر قابل استفاده شد. میان مدیران سازمان وقت تربیت بدنی و سپس وزارت ورزش و جوانان آخرین مدیری که وضعیت ایمنی ورزشگاه ازش صحبت کرده بود محسن مهرعلی‌زاده بود که در سال 1384 در آخرین روزهای ریاست خود در این سازمان گفته بود که فقدان استاندارد در ورزشگاه‌های ایران امنیت جانی تماشاگران را تهدید می‌کند. در بهمن 1396 خبرگزاری ایسنا با اشاره به ترک‌های عمیق که روی صفحه‌های ورزشگاه آزادی شکل گرفته از شرشر آب از سقف‌های ورزشگاه در روزهای بارانی نوشته بود.
خب این خبر هم مغایرت داره با اهداف 16 3 11 و 16 سند 23 یونسکو، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمامی سنین، تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه شمول مقاوم و پایدار، ترویج جوامع سوخته و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای پاسخگو و فراگیر در تمامی سطوح و موارد 3، 22 و 29 اعلامیه حقوق بشر، حق حیات برای همه، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و حق مسئولیت در جامعه. بحران کم تحرکی در انتظار ساختار اجتماعی ایران، آمار تلخ دیابت و فشار خون در ایران. به گزارش ایسنا، افشین مولایی در آیین رونمایی از طرح ملی لیگ آمادگی جسمانی باشگاه‌های کشور با اشاره به فدراسیون ورزش‌های همگانی اظهار کرده که موفقیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازمند سلامت و تندرستی مردم و با یک جامعه ناسالم از نظر جسمانی نمی‌توان در شاخص‌های کلان موفق بود. وی ادامه داده بود که بر اساس آمار در سلامت ملت ایران غفلت به عمل اومده و به دلیل سیاست غیر هوشمندانه جامعه مبتلا به کم تحرکی شده، مسئله که عامل اصلی مرگ و میر در چند دهه اخیر بوده. رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با بیان اینکه در کشور ما بیش از 5 میلیون نفر دچار دیابت و 8 میلیون نفر در مرحله پیش دیابت قرار دارند، عنوان کرده بود که این میزان از جمعیت 84 میلیون نفری ایران آمار تلخ و تکان دهنده و متاسفانه از نظر مالی که باید صرف درمان 4 میلیارد دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم صرفاً صرف هزینه درمان این بیماری ها میشه. مولایی با بیان این که بیش از 30 میلیون ایرانی در معرض فشار خون بالا هستند، عنوان کرده بود که توسعه ورزش همگانی به عنوان اولویت اصلی در رأس سیاست ها قرار نگرفته و اگه همین مسیر ادامه پیدا کنه، رسالت ورزش کشور تحت شعاع قرار میگیره و همچنین در صورت عدم توجه به مقوله کم تحرکی، حادثه متروپول در انتظار ساختار اجتماعی کشور خواهد بود. اهداف 3 سند 23 یونسکو، تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه در تمام سنین، و ماده 23 اعلامیه حقوق بشر، حق مسئولیت نسبت به جامعه در این خبر نقض شده. خب این بود گزیده ای از اخبار نقض حقوق بشر، نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در خرداد ماه. من مایکا رهام. سپاسگزارم خانم سلمار عزیز از گزارش خوبتون، ممنون. بله متاسفانه جز خبرهایی که نقص داره تمام حقوقا رو و مشکل سازه در ایران چیزی نداریم. اگر از دوستان صحبت خاصی دارن بفرمایند تا بریم به سراغ سخنران بعدی. بسیار سپاسگزارم. سخنران بعدی خانم مرضیه مهدی هستن با موضوع بررسی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مهدی اگر آماده هستید لطفاً دستتون رو بالا ببرید تا همکارانم مایک رو برای شما آزاد کنن. ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. صدای بنده هست؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. بنده با شرح این کنوانسیون در خدمت شما هستم. در ابتدا میخوام تعریفی از این کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت رو داشته باشم که یک معاهده بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد هستش که با هدف حمایت از حقوق و عزت افراد دارای معلولیت انجام شده. طرفین این کنوانسیون موظف هستند که از حقوق بشر توسط معلولان حمایت کنند. از آن حمایت و اطمینان حاصل نمایند و از معلولین برابری کامل بر طبق قانون اطمینان حاصل کنند.
این کنوانسیون به عنوان یک عامل اصلی در جنبش جهانی حقوق معلولیت به کار میره و باعث میشه از مشاهده افراد معلول به عنوان معالجه پزشکی و حمایت‌های اجتماعی به سمت دیدن آنها به عنوان اعضای کامل و برابر جامعه با حقوق بشر استفاده بشه. این کنوانسیون اولین پیمان حقوق بشر سازمان ملل در قرن 21 بود. متن این کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 دسامبر 2006 به تصویب رسیده و در 3 مارس 2007 امضا شده. پس از تصویب در 3 می 2008 وارد عمل شد و از ژوئیه 2020 163 عضو امضا کننده و 182 تا حزب داره که شامل 181 کشور و اتحادیه اروپا هستش. کنوانسیون توسط کمیته حقوق افراد معلول نیز تحت نظارت هستش. متن این کنوانسیون به این صورت هست که مجمع عمومی با توجه به تعهد کشورهای عضو طبق منشور سازمان ملل به اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل نسبت به ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر اعتقاد خود به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و اصول صلح و حیثیت و ارزش افراد بشر و عدالت اجتماعی که در منشور سازمان قید گردیده با در نظر داشتن اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه حقوق کودکان، اعلامیه حقوق اشخاص کمتوان ذهنی و معیارهای ناظر بر رشد اجتماعی که در اساسنامه‌ها، میثاق‌نامه‌ها، توصیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی کار، سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، صندوق ملل متحد برای کودکان و دیگر سازمان‌های قید شده در نظر گرفته شد. همچنین با در نظر داشتن قطعنامه‌های 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی مورخ 6 می 1975 راجع به پیشگیری از معلول شدن و توانبخشی معلولین با تاکید بر اینکه اعلامیه رشد و توسعه اجتماعی لزوم حمایت از حقوق و تضمین رفاه و توانبخشی از ناتوانی‌های جسمی و ذهنی و کمک به معلولین برای رشد قابلیت‌های آنان در انجام فعالیت‌های مختلف و مشارکت هرچه بیشتر اونها در حیات اجتماعی با آگاهی از اینکه برخی کشورها در مرحله فعلی در حالی که در پیشرفت هم نیستن نمیتونن اقدامات گسترده‌ای در این زمینه به عمل بیارن. اعلامیه حقوق معلولین رو که در پی می آید به اطلاع همگان می رسونن و خواستار اقدامات ملی و بین المللی به منظور تثبیت این اعلامیه به عنوان مبنا و چارچوب مشترکی برای حمایت از این حقوق می باشد. در این اعلامیه 13 مواد وجود داره که من خدمت شما عرض می کنم. مورد 1، منظور از معلول کسی است که به علت نقص جسمی یا ذهنی چه مادرزاد و چه غیر از آن تا حدی یا به کلی از تأمین ضرورت‌های زندگی عادی فردی یا اجتماعی ناتوان است. مورد 2، معلولین باید از تمام حقوقی که در این اعلامیه مقرر شد هم برخوردار شوند. در اعطای این حقوق به معلولین نباید هیچ گونه استثناء و تمایز و تبعیضی بر پایه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیر آن، ملیت، پایگاه اجتماعی، میزان ثروت، وضع عقاید سیاسی و غیر آن، ملیت و پایگاه اجتماعی، وضع تولد یا هر وضع دیگری که به خود معلول یا به خانوادهش مربوط میشه وجود داشته باشه. مورد 3 شرح میده که حفظ حیثیت انسانی معلولین حق ذاتی اونهاست. معلولین نیز صرف نظر از علت، کیفیت وحدت نفس و ناتوانیشان دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان همسنشون از اونا برخوردارن. حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر و حتی مقدور عادی در رأس این حقوق قرار داره.
مورد 4 میگه معلولین دارای همان حقوق مدنی و سیاسی هستند که انسان‌های دیگر هم از اون برخوردارند. طبق بند 7 اعلامیه حقوق اشخاص کمتوان ذهنی، ناظر به رفع هر نوع محدودیت یا نقص این حقوق در مورد معلولین ذهنی است. مورد 5 باید اقداماتی به عمل آورد تا معلولین بتوانند حتی المقدور متکی به خودشون باشند. مورد 6 معلولین حق برخورداری از معالجات پزشکی، روانی و نوتوانی از جمله به کمک اعضای مصنوعی، توانبخشی طبی و اجتماعی، تحصیلات، تعلیمات حرفه‌ای، کمک، مشورت، اشتغال و غیره را به حد اعلی ارتقا دهند و سریعا به زندگی اجتماعی بازگردند. مورد 7 شرح میده معلولین حق برخورداری از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر رو دارند. اونا موافق استعدادهای خود، حق استخدام شدن و حتی اشتغال به حرفه‌های سودمند و مولد و عضویت در اتحادیه‌های کارگری رو هم دارند. مورد 8 مقتضی است نیازهای خاص معلولین در تمام مراحل برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی در اولویت باشد. مورد 9 که طولانی هم هستش میگه معلولین حق زندگی کردن با خانواده خود یا خانواده‌ای که آن را به فرزندی قبول کند و حق شرکت در تمام فعالیت‌های اجتماعی، تولیدی یا تفریحی را دارند. هیچ معلولی را نمیتوان ملزم به سکونت در محلی متفاوت کرد مگر آنکه وضع وی و نفع وی مستلزم سکونت در یک محل باشد. چنانچه سکونت معلول در یک محل خاص اجتناب ناپذیر باشد، محیط و شرایط مساوی در آنجا باید تا حد امکان نزدیک به شرایط زندگی افراد عادی همسن او باشد. مورد 10 معلولین باید در قبال هر گونه استثمار، مقررات و رفتار تبعیض آمیز، اهانت آمیز و ناشایست مورد حمایت قرار بگیرند. مورد 11 معلولین به هنگام لزوم باید حق برخورداری از کمک های حقوقی برای حمایت از نفس و داراییشون رو داشته باشند. چنانچه معلولی به محاکمه حتی کشیده بشه، دادگاه باید تمام وضع جسمی و ذهنی اون رو کامل در نظر بگیره. مورد 12 مشورت با سازمان‌های معلولین در مورد مسائل مربوط به حقوق معلولین میتونه سودمند باشه برای این افراد. مورد آخر و مورد 13 میگه معلولین، خانواده‌ها و جامعه‌های آنان را باید به هر طریق مناسب نسبت به حقوقی که در این اعلامیه قید شده آگاه کرد. این قطعنامه 3447 بود در اجلاس 30 جلسه عمومی 2433 در 9 دسامبر 1975 این کنوانسیون در واقع تایید شده و مطرح شده. در مقابل اون در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ 6/7/1387 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی در روز 13/9/1387 تحت تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون شامل 16 ماده و 24 تبصره هست که به علت حالا کمبود وقت و طولانی بودن این متن، من یه بخش کوتاهیش رو برای شما در نظر گرفتم. در جلسه علنی روز چهارشنبه تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1383 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد تصویب مجلس و نظر شورای نگهبان قرار گرفت. قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی به این شرح است. ماده 1. دولت موظف است تمام زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم رو به عمل بیاره. تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر زایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و
قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بشه. ماده دو شرح میده کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از اونها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم بشه. تبصره یک، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی کنند. تبصره دو، شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشد خودداری کنند. تبصره سه، سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب ساختمان سازی و اماکن دولتی عمومی در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید. تبصره 4، آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. در ماده 3 نوشته شده سازمان بهزیستی کشور موظف هستش در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات زیر را به عمل بیاره. الف میگه تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌ای مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی و خانواده‌ها. مورد به گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط، معلولانی که حالا نیازمند هستن، بی سرپرست هستن یا ناهنجاری های رفتاری دارن، با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها. مورد جیم، تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول. مورد دال، گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی اونها. تبصره، کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد. ماده 4، معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی، مترو، هواپیما، قطار، از تسهیلات نیمبها نیز استفاده کنند. تبصره در این مورد تبصره آخر هستش که میگه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری ها نیز موظف هستند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکانات بهره‌مندی معلولان را نیز فراهم کنند. ماده 5 هم که ماده آخر هست در این قسمت، خیلی دیگه طولانی میشه من همش رو بخونم. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدماتی درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات مکمل درمانی قرار می گیرند. من 5 تا از مواردش رو خدمتتون عرض کردم که حالا تا همینجاش هم همه ما می دونیم که متاسفانه هیچ کدوم اینا به طور کامل رعایت نمی شه و همینطور که در حق ماها اجحاف می شه همیشه در جامعه، در حق اونها هم به همین صورت هست و اینا فقط یک نوشته هستش و هیچ وقت به عمل نمیرسه. خیلی سپاسگزارم از اینکه من رو همراهی کردید. من مایک رو رها میکنم. ممنونم خانم مهدیه عزیز بابت سخنرانی بسیار عالیتون. دقیقا همینطور که اشاره کردید
تمام اینا روی نوشته هست. متاسفانه معلولین عزیز کشورمون که از حالا چه معلولیت جسمی، چه معلولیت ذهنی، چه حتی اونها که معلولیت حسی دارن، اینها افرادی هستند که وابسته هستند به دیگران و واقعا از بچگی اگر ما نگاه کنیم بعضیشون اگر تحت درمان مناسب قرار بگیرن در آینده زندگی تقریبا میشه گفت که بهتری دارن، ولی الان با توجه به مشکلات اقتصادی که توی ایران هست متاسفانه خانواده ها اصلا نمیتونن پیگیری کنن روند درمان و رسیدگی به این بچه های معلول رو. نه تنها از نظر آموزش و پرورش کمبود مدارس ویژه معلولین در ایران هست، بلکه در بزرگسالی هم حالا بهزیستی یه آموزش های خیلی کوتاه مدت برای بعضی از اینا میذاره و واقعا برای معلولین هیچ فکری نکردن، فقط انگار که میخوان حالا یه چیزی رو از سر باز کنن. آیا آموزش هایی که توی بهزیستی میبینن بعدن تا چه حد به کارشون میاد؟ آیا مشاغلی برای اینا در نظر گرفته شده؟ آیا شما جاهای دولتی یا جاهای خصوصی رو ملزم کردید که مثلا 1% از کارمندانشون رو برای پذیرش اختصاص بدن به معلولین؟ واقعا هیچ کار خاصی برای این عزیزان انجام نمیشه و اینا در رنج و عذاب، و نه تنها اینا، حتی کسانی که سالمن از مشکلات اقتصادی رنج میبرن دیگه، چه برسه به معلولین که واقعا بعضی از درماناشون هزینه بره و مشکل زیادی هست برای خانواده هاشون. بازم تشکر میکنم از خانم مهدیه عزیز. از دوستان اگر نقطه نظری دارید بفرمایید، خواهش میکنم. بسیار عالی. سخنران بعدیمون آقای امیرحسین کریمی هستند که با موضوع سانسور در ورزش ایران سخنرانیشون رو ارائه میدن. بفرمایید آقای کریمی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی همکاران و حاضرین در جلسه. سخنرانی خودم رو با موضوع سانسور در ورزش ایران و در کل در ایران آغاز میکنم. در ابتدا میخوام یه توضیح بدم در اصلا سانسور تو ایران از کجا شروع شده و داستان چه و بعد تو بحث و مقوله ورزش ریستر میشه. سانسور توی فرهنگ ده خدا به معنای ممیزی و تفتیش مطبوعات و مکاتیب و نمایش هست. در سال 2009 کشور ایران در رده 172 جهان در فهرست آزادی مطبوعات سازمان گزارشگر بدون مرز قرار گرفت. تنها 3 کشور ترکمنستان و کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از وضعیت ایران قرار گرفتند. آزادی رسانه‌ها در ایران در سال‌های اخیر به مراتب کمتر شده و از رتبه 146 در سال 2005 به سطح کنونی نزول یافته. البته این آمار برای سال 2009 هستش و 100% برای سال 2022 این آمار خیلی پایین تر اومد. موضوعاتی همچون مناسبات با آمریکا، برنامه هسته ایران، اسلام، مذهب و سنن و روحانیت در کشور ایران موضوعات ممنوع محسوب می شود. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله 42 رهبر و مقام دولتی در جهان است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزیده شد. سانسور در ایران به صورت حذف اخبار و گزارش‌ها و توقیف نشریات صورت می‌گیرد. یه مثالی که بخوایم بزنیم، در سال 2002 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور یک اطلاعیه انتشار هر گونه مطلب بر له یا علیه نامه سرگشاده طاهری نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به علی خامنه‌ای رهبر ایران که در آن نامه به انتقاد از بیکاری، تورم و فساد مقامات رسمی ایران پرداخته بود را مطبوعات ممنوع کرد، که روزنامه نوروز اون سال اومد چند تا صفحه رو خالی گذاشت و به این سانسور اعتراض کرد.
تو بحث سانسور خیلی موقع ها جمهوری اسلامی رفتار قهرآمیز میکنه و توقیف میکنه. مثالی که میشه زد، بر فرض مثال در 25 اسفند ماه 86 سال 1386، یک روز پس از هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار 9 نشریه لغو و 3 سایت اطلاع رسانی مسدود شد که در سال 2002 18 نشریه در ایران متوقف شدن که از این نشریه ها نشریه های ورزشی هم بودن و شاملش می شدن. در سال 2004 بیش از 20 نشریه و روزنامه در ایران متوقف شدن. در 5 تیر سال 1381 خورشیدی، مدیر مسئول روزنامه همت نشریه شهرداری مشهد در پی چاپ عکسی از رضا شاه پهلوی به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شد. در 7 بهمن 1380 ماهنامه گزارش فیلم به اتهام نشر اکاذیب و چاپ عکس‌های مستهجن و مغایر با موازین اسلامی توقیف گردید. شورای عالی امنیت ملی ایران در سال 84 طی یک موضوعی که در ادامه توضیح میدم فعالیت شبکه تلویزیونی سبا رو غیرقانونی اعلام کرد. حالا چرا؟ چون که این شبکه تلویزیونی به حالت خودجوش بود و خط از جایی نمیگیره، ولی خب تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی در کنترل و انحصار دولت باید قرار بگیره. در سال 86 خورشیدی هم نیما رئیسی مجری رادیو جوان در پی طرح پرسش ها چالش برانگیز در مصاحبه با حسین شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان از کار برکنار شد. از دیگر سانسورهایی که خیلی اتفاق افتاده میشه از سانسورهای نظرسنجی ها استفاده کرد و نام برد، چرا که متاسفانه نظرسنجی هایی که تو ایران میشه اصلا درست نیست و زیر تیغ سانسور میره و به همین دلیل آماری که از نظرسنجی هایی که داخل ایران دارن فعالیت میکنن اون شرکت ها مؤسس ها به هیچ وجه درست نمیتونه باشه. یه مثالی که بخوام بزنم، در 24 شهریور ماه 1381 یک روز پس از سخنرانی ضد آمریکایی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نظرسنجی توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد که بر طبق آن 90% ایرانیان با گفتگو برای برقراری رابطه با آمریکا موافقند. چند روز بعد مدیران مؤسسه نظرسنجی دستگیر شدند. اتهامات آنها جاسوسی و دریافت پول از سفارتخانه‌های خارجی و مؤسسه نظرسنجی آمریکایی گالوب اعلام شد. خب متأسفانه ما می‌بینیم که یک نظرسنجی هم اگر به درستی آمارش باشه و مخالف عقیده‌ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی باشه، متأسفانه سانسور میشه، گرفته میشه و کلاً شاید اصلا جمع بشه اون مؤسسه‌ای که این نظرسنجی رو منتشر کرد. حالا غیر از وادی فرهنگ و هنر و سپر سیاست و رویدادهای اجتماعی و مسائل اقتصادی، سانسور در عرصه ورزش هم ریشه دوانده. اعمال سانسور در ورزش اغلب چندان ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداره و به صورت نامحسوس و غیر مدون توسط نهادهای امنیتی صورت می‌پذیرد. رسانه‌های ورزشی در ویژه‌نامه‌های بازی‌های آسیایی علیرضا حیدری را با 3 مدال طلا به عنوان برترین کشتیگیر ایران معرفی می‌کنند، اما واقعیت این است که اسکندر فیلابی با 4 مدال طلا پر افتخارترین کشتیگیر ایران در تاریخ بازی‌های آسیایی است. گرایش سیاسی و حضور فیلابی در خارج از کشور باعث هضم نام و افتخارات دوران قهرمانی او در رسانه‌های داخلی شده است که ما خیلی شاهد این جور موارد هستیم و متأسفانه حالا نام میبرم تک به تک که اخیراً هم یکی از ورزشکاران ما به شدت سانسور شد که در ادامه بهش میپردازیم. یه مثال دیگه که بخوام بزنم محمد قربانی هستش که ایشون به خاطر بیش از 2 دهه سانسور نام و عناوینش باید گمنامترین قهرمان جهان در تاریخ ورزش ایران نامیده بشن. آقای محمد قربانی داره مدرک دکترا هستن و سال 1971 در مسابقات جهانی صوفیه روی سکوی نخست ایستاد و بایو بایوف دارنده 3 طلای اروپا و 3 نقره جهان از بلغارستان، امین نصرلاهوف از شوروی، گانبات مغولی و پتریو چیارناو از رومانی از سرشناس‌ترین کشتیگیرانی بودن که زیر دست او ایستادن.
کیومیکاتو از ژاپن که سال بعد قهرمان المپیک توکیو شد در این رقابت ها به عنوان ششمی رسید. کاتو در بازی های آسیایی 1970 هم به قربانی باخته بود. محمد قربانی در مسابقات جهانی 1969 آرژانتین پس از ریچارد ساندرز آمریکایی به مدال نقره رسید. جالب تر این است که نخستین مدال طلای آمریکایی‌ها در تاریخ مسابقات جهان بود. قربانی در مسابقات جهانی 1970 ادمونتون هم مدال آورده بود و پس از علیرضا الان از ترکیه و بایوف بلغاری روی سکوی سوم ایستاد تا هر سه رنگ مدال جهانی را در کارنامه داشته باشد. نام او اما به خاطر مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی ایران از آمارا حذف شده. پیش از رقابت‌های جهانی سال 2011 در استانبول، سایت فدراسیون کشتی ایران فهرستی از برندگان مدال جهانی در تاریخ کشتی ایران را با قید جزئیات منتشر کرد. در این فهرست نیز مثل دهه‌های اخیر نام محمد قربانی حذف شده بود. بازنشر فهرست مذکور در خبرگزاری ایسنا و دیگر رسانه‌ها نیز بدون درج نام محمد قربانی بود که حالا اگر این رسانه‌ها نام محمد قربانی می‌خواستن درج بکنن داخل حالا اون چیزی که می‌خواستن منتشر بکنن و اون آمار، خب طبیعتاً زیر تیغ سانسور می‌رفتن و حالا با رفتارهای مثل توقیف یا تذکرهای جدی مواجه می‌شدن. یکی دیگر از افرادی که سانسور شد در ورزش جمهوری اسلامی ایران پرویز قلیچخانی هستش که طوری جمهوری اسلامی ایران داره رفتار میکنه که انگار اصلا این اسطوره وجود نداره. پرویز قلیچخانی از برترین بازیکنان تاریخ آسیا است. در این حال از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران هم هست و در خارج از کشور زندگی میکنه. از قلیچخانی به خاطر مهارت‌های فنی، توانمندی‌های استثنایی‌اش در شوت‌زنی و ضربات سر، بازی‌سازی و رهبری داخل زمین به عنوان یکی از کامل‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران یاد میشه همیشه. اما متأسفانه هیچ بازتابی از نام محمد قلیچخانی، پرویز قلیچخانی وجود نداره و برنامه‌های پرتعداد ورزشی صدا و سیما هرگز به آن اشاره نمی‌کنن و مطبوعات نیز از پوشش آن معذورن. قلیچخانی هم تنها بازیکن تاریخ جام ملت‌های آسیا است که سه دوره قهرمانی آن هم به صورت پیاپی در این بازی‌ها رو تجربه کرده، اما همواره هنگام تدوین برنامه‌های آرشیوی صدا سیما مثل حالا مثلا با خاطرات فوتبال یا فوتبال قدیمی، تصاویری که در آن قلیچخانی پا به توپ می‌شود رو حذف می‌کنند که این سانسور هستش که به شدت روی قلیچخانی خط قرمز می‌کشن و اصلا انگار که این بازیکن وجود نداره. در جام ملت‌های 1968 آسیا که نخستین قهرمانی ایران رقم خورد، اسرائیل مهمترین و آخرین حریف ایران بود که 29 اردیبهشت 1347 در ورزشگاه امجدیه با گل‌های همایون بهزادی و پرویز قلیچخانی پیروزی 1-0 را با شکست 2-1 عوض کرد. در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های 1972 هم در تایلند ایران با گل‌های سفر ایران پاک و پرویز قلیچخانی بر کامبوج پیروز شد که متاسفانه به شدت نام این عجوبه که در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 1974 در دیدار برگشت مقابل استرالیا دو بار دروازه این تیم را باز کرد به قدری سختگیرانه بود که گویی اصلا بازیکنی به این نام وجود نداشته است. نسل جوان علاقمند فوتبال در ایران به واسطه برنامه ورزشی صدا و سیما، حجت الاسلام علیپور و سردارهای شاغل در فوتبال را اما میداند که روز هر مرد اول فوتبال آسیا بود و از این قبیل ورزشکارا ما زیاد داریم که پرویز قلیچخانی در مسابقه این ورزشکاران بسیار مداران آتی و امنیتی و نظامی یک مثال دیگه که بخوام بزنم از سانسور در ورزش ایران میتونیم به بازیای پیش والیبال اشاره کنیم. والیبال تیم ملی والیبال ایران که توی لهستان برگزار شد، خب یه مهمترین حاشیه‌اش این بود که بودن، خب خیلی هاشون اعتراض داشتن
به آزادی و درخواست آزادی قنچه قوامی رو داشتن. قنچه قوامی تو اون سالها یکی از زنانی بود که علاقه داشت به دیدن بازی‌های والیبال و متاسفانه دستگیر شد تو اون سالها به خاطر اینکه خب ورود زنان به ورزشگاه ممنوع هستش و خب خیلی از حاضرین و طرفدارای والیبال ایران توی لهستان خواستار این قضیه بودن که با سرکوب و سانسور به شدت توسط صدا سیما مواجه شدن و اصلا هیچ نامی و هیچ پلاکاردهایی که از طرفداران و هواداران بود منتشر نشد، نشون داده نشد و خیلی جا حتی شطرنجی میکرد که پشت حالا بازیکنهای والیبال بودش. و حالا به هر حال زنانی که حالا لیدر بودن توی اون ورزشگاه خب سانسور میشدن، خود زنان ایرانی که تو اون ورزشگاه بودن به خاطر حالا پوشششون سانسور میشدن. خیلی وقتا بازی فوتبالی که نشون میده خب خیلی جاها سانسور میشه، تبلیغاتی که کنار زمین هستش که همین آخریام هم سانسور پای یه داور زن در تلویزیون ایران که سوژه دلمل شد توی مسابقه تاتنهام منچستر که 100 بار حدود 100 بار فقط توسط صدا سیما قطع شد به خاطر این داور. حالا این سانسور و این فشارها موجب این میشه که ورزشکاران ایران و قهرمانان و مدال‌آورانی که توی ایران فعالیت میکنن در حوزه ورزش خب کوچ کنن، برن و خیلی هاشون مهاجرت کنن و تمام این نخبگان به کشورهای دیگه پناهنده میشه. و دلیل جز از اصلی ترین دلایلش هم این میتونه باشه که خب جمهوری اسلامی ایران در مقابل اسرائیل خب به شدت رفتارهای قهرمانی سختی داره، مخصوصا در حوزه ورزش که هیچ جور هم کوتاه نمیاد و یک شبه میتونه تمامی زحمت‌های چند ساله یک ورزشکار رو به خاطر حالا ایدئولوژی‌ها برباد بده که من الان میخوام مثال بزنم. این هم یک نوع سانسور هستش که هم در صدا سیما و تلویزیون و مطبوعات سانسور میشه و هم نوعی سانسور هستش برای خود ورزشکار و به طور علنی که اسرائیل رو به نوعی سانسور میکنن و ورزشکار نباید اصلا اسرائیل رو ببینه و خیلی جاها باید به عمد ببازه که من در ادامه بهش اشاره میکنم. جمهوری اسلامی ایران یک قانون نانوشته است که عدم رقابت با رقیبان اسرائیلی که نخستین بار در سال 1983 زمانی که علی اکبر ولایتی سمت وزارت امور خارجه رو بر عهده داشت بنا نهاده شد و همچنان بر آن پافشاری میشه و زمانی با افتخار و هیاهو گاهی از بیم محرومیت از سوی سازمانهای جهانی با حیله و نیرنگ و دروغ انجام میشد. به گفته مسعود سلطانی فر وزیر سابق ورزش، رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای درباره رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی اصل کلی و راهبردی تصمیم میگیره و حالا به جای اینکه فوکوس کنن روی پیشرفت ورزش ایران و از این قبیل موضوعات بیشتر فوکوس میکنن رو موضوع حاشیه و به همین علت روز به روز ورزش ایران متاسفانه به جای پیشرفت داره پسرفت میکنه. یکی از مثالهایی که میشه زد توی کشتی بود، موقعی که مربی کشتیگیر علیرضا کریمی داد میزد باید ببازی که این خیلی هم رسانه‌ای شد، جمله‌ای که مثل پتک بر جسم و روح امید و آرزوهای قهرمانان کشور ایران نواخته میشیم و این قانون با تاریخ 40 ساله ورزش ما پیوند خورده و مثالش در مسابقات جهانی آزاد زیر 23 سال جهان در میان مسابقه علیرضا کریمی فرود اومد این جمله که باید به بازی بعد میبایست با یک ورزشکار اسرائیلی روبرو میشد. یا همینطور رضا صالح امیری رئیس که گفته بود ما نمیتوانیم تحت هیچ شرایطی از اصل تقابل با اسرائیل عبور کنیم. یا بر فرض مثال داوود آذرنوش رئیس بسیج ورزشکاران که گفته امیدوارم اسرائیل تا المپیک نابود بشه، در حالی که ورزشکارانی همچون وحید سرلک، کیمیا مرادی، سامان بلاغی، راحل آسمانی، میلاد بگی و غیره
و همراه ده ها ورزشکار دیگر می توانستند برای ایران افتخار آفرین باشند، اما با کجاندیشی و بیمهری مسئولانشان ناچار به ترک کشور شدند. آنان که ماندند پا یا استعفا دادند و یا خانه نشین شدند یا برای امرار معاش روزگارشون رو به سختی طی میکنند. در روزهای اخیر هم که خبر پناهندگی، حالا نه در روزهای اخیر، چند سال اخیر بود که سعید مولایی جودوکار تیم ملی و پوریا جلالی دارنده سهمیه تیر و کمان پارالمپیک ترکیه در رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخلاف گذشته صحبت از تعلیق فدراسیون ورزش جودو ایران و هم تا عواقبی بدتر یاد شد و اینکه هزینه دیدگاه عقب افتاده و پوش فقط و فقط بردوش ورزشکاران و مردم ایران هستش که این اواخر هم دو تا از ورزشکاران و وزنه‌برداران ما که بانوان هم جز رشته بانوان بودن پناهنده شدن به دلیل همچین مسائلی که خبرش هم خیلی بازدید خورد و تو رسانه ها خیلی پخش شد. در آخر میخوام به یکی از حالا میشه گفت ورزشکاران مردمی که بسیار هم خبرهاش این روزها میشنویم و ایشون هم سانسور شدن توسط تلویزیون و صدا سیما جمهوری اسلامی ایران، پوریا قفوری کاپیتان تیم استقلال تهران که پس از قهرمانی در لیگ برتر از جمع بازیکنان این تیم حذف شد و به نظر می رسید این اقدام به دلیل پشتیبانی او از اعتراضات مردم ایران اخیر در ایران بوده که خب ما خیلی دیدیم حتی مثلا موقعی که خوشحالی میکردن حتی عکسشون حذف شد، یه جور دیگر رو نشون میدادن، اسمشون حتی نمیاد. یعنی وقتی که گزارشگرایی که بازی استقلال دارن گزارش میکنن وقتی وریا غفوری مثلا پا به توپ میشه یا حرکتی انجام میده اسم وریا غفوری نمیاد و خب بالاخره برنامه‌هایی هم که توی صدا سیما هستش مثل فوتبال برتر و از این قبیل برنامه ها همش رانت هستش پشتش و با اون ایدئولوژی همراهی میکنه و حالا برنامه‌ای که مردمی تر بود مثل نبرد حذف شد. عادل فردوسی پور همچنین ایشون هم سانسور شدن، حتی علی دایی که خب سانسور شدن و فقط به جرم این که پشت مردمشون بودن و از مردمشون حمایت کردن و حرف مردم رو توی رسانه ها زدن حذف شدن. صحبت خیلی زیاده، مثال خیلی زیاده، ولی خب تایم متاسفانه محدوده. امیدوارم روزی برسه که به هر حال این سانسورها، این تبعیضات حذف بشه و ایران و حکومت ایران به جایی برسه که از این رفتارها دست برداره و همه بدون هیچ تبعیضی با هر عقیده‌ای، با هر سخنی، با هر ایدئولوژی بتونن حرفشون رو بزنن و اینکه حق آزادی بیان و عقیده داشته باشن. ممنون از شما که گوش دادید. اگر دوستان صحبتی دارن، اگر من اسمی رو فراموش کردم از ورزشکاران یا کسانی که سانسور شدن ولی خب دوستان تو ذهن دارن و میدونن من فراموش کردم، خوشحال میشم که بیان کنم. تشکر از شما. من مایکرام. مرسی. سپاسگزارم آقای امیرحسین کریمی برای سخنرانی خوبتون. از همراهان گرامی اگر نقطه نظری صحبتی دارید بفرمایید. بله، جناب آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض شد خدمت همه همکاران عزیز. اتفاقا آقای کریمی اشاره کردن به دوتا وزن بردار زن ایران، پریسا جهانفکریان و یکتا جمالی، که هر دو طی همین سفر اخیرشون به یونان به قول معروف فرار کردن و پناهنده شدن. این حالا یه قسمت اعظمی از این سانسورها دقیقا تأثیر منفیش روی قهرمانای بانومون میذاره، بانوی کشورمون میذاره، چون بانوان کشورمون اصلا کلن مسابقاتشون توی صدا و سیما پخش نمیشه و یه چیز به قول معروف یه عشق و علاقه‌ایه که صرفاً اونها رو به
ادامه این کار وامی داره. حالا باز آقایان یک امیدی دارن که یک جایگاه مدیریتی یا مربیگری بعد از اون داشته باشن، اما بانوان ورزشکارمون متاسفانه به هیچ عنوان همچین جایگاهی رو نمیبینن، شناس هم نمیشن خود به خود. حالا بماند که کمبود امکانات هم مزید بر علت میشه و همه این مسائل دست به دست هم میده که متاسفانه این نخبگان ورزشیمون از کشور فرار کنن و پناهنده کشورهای دیگه بشن. راجب آقای وریاغفوری هم که فرمودید، من از اون طرف آقای فرهاد مجیدی رو تحسین میکنم که پشت ایشون در اومدن و گفتن به هیچ عنوان من اجازه نمیدم کاپیتان تیمم رو سانسور کنی. من معتقدم همه دستاندارکاران، همه مدیران و مسئولین باید به این شکل با این سانسور مخالفت کنن و جلوش بایستن. مرسی بابت وقتی که بنده دارید. سپاسگزارم آقای منیری برای نقطه نظراتتون. بله متاسفانه زنان، اتفاقا بحث آزاد امروزمون هم هست، عدم تبعیض و این تبعیضی که بین زنان و مردان مخصوصا در عرصه ورزش در حال انجام هست. ممنونم از دیگر همراهان. اگر نقطه نظری ندارید که سخنرانی بعدی رو، بله سخنران بعدیمون آقای مهدی کریمی هستند که با موضوع موانع و مشکلات ورزش در ایران سخنرانی خودشون رو ارائه میدن. آقای کریمی اگر آماده هستید لطفاً دستتون رو بالا ببرید. صدای من تو جلسه هست؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب و خدمت همه همکاران محترم و تمامی عزیزان مهمان در جلسه. امروز در خدمتتون هستم با موضوع سخنرانی موانع و مشکلات ورزش در ایران که این موضوع بسیار گسترده است و من اشاره کوچیکی به این مشکلات دارم. در سالهای اخیر عدم حضور ورزشکاران ایران در برابر ورزشکاران اسرائیلی یا مسئله حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از معضلات عمده ورزش ایران در سطح بین‌المللی و داخلی بود. اکنون به واسطه بحران مالی حتی در رشته‌هایی که ایران در آنها مدعی و صاحب نام است نیز با معضلی روبرو شده و نتایج ضعیف و کم سابقه ای را برای اونا رقم زد. همچنین آمار مهاجرت و درخواست پناهندگی از کشورهای دیگه از سوی این ورزشکاران مشکلات بسیار جدی را در حوزه‌های مختلف ورزشی پدید آورده. ماجرای بازی نکردن بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی به هنگام روبی‌آروبی با حریفی از اسرائیل در مسابقات ورزشی سالها سوژه اصلی رسانه‌های داخلی و خارجی بود و هست. در چند سال اخیر هم حساسیت‌های مجامع بین‌المللی ورزش بر روی این موضوع و لزوم عدم ورود سیاست در ورزش و نداشتن نگاه سیاسی به ورزش سبب در نظر گرفتن محرومیت‌های سنگین برای ورزشکارانی شده که به دلایل سیاسی با ورزشکارانی از کشور دیگر حاضر به رقابت نمی‌شوند. هرچند مجامع بین‌المللی در خصوص عدم ورود سیاست در ورزش بعضاً برخوردهای دوگانه و متناقضی داشتن، مثل برخوردی که با تیم‌های عربستانی در ماجرای بازی نکردنشان در ایران دارند، اما نمیتوان صحیح بودن اصل این سخن را انکار کرد که روح ورزش اجازه ورود نگاه‌های سیاسی را به این حوزه نمیده. در هر صورت شاید سفت و سخت ترین مواضع را در این خصوص ایران در عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی خواه در قالب تیم‌های ایرانی یا غیر ایرانی داشته باشد و سالیان ساله که بر این مواضع پافشاری میکنه تا جایی که ورزشکارای را که از روبرو شدن با حریفی از اسرائیل امتناع میکند به مسابقه یک قهرمان میدونه و اساسا تصمیم بر عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در چند فرض بررسی کرد.
در ورزش های انفرادی از آنجا که در این گونه ورزش ها مثل جودو و تکواندو و حالا ورزش های رسمی هیچ بازیکنی تا کنون توی لیگ‌های خارجی نداشتیم، هیچگاه چنین بحثی به میان نیامده، اما به نظر میرسه اگر زمانی قرار باشه به قید قرعه مثلا یکی از رزمیکاران ایران در قالب یک تیم خارجی مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیره، بنا به دلیلی که در ادامه مطلب میگم، باید مقابل وی بازی بکنه. اما اگه ورزشکاری از ورزش‌های انفرادی ایران در قالب تیم ملی مثلا در میدان المپیک و در فینال یا نیمه نهایی یا حتی سایر مراحل مقابل حریفی از اسرائیل قرار بگیره، آیا نباید بازی بکنه؟ آیا باید 4 سال زحمت شبانه روزی خودش نادیده بگیر و از اینکه شاید بتونه نامش در تاریخ جاودانه کنه عبور کنه و به دروغ و به خاطر محروم نشدن‌های بعدیش از سوی مراجع بین‌المللی به دلیل مصونیت نمیتونن بازی کنن؟ و اما در ورزش‌های تیمی اگر در این گونه ورزش‌ها دو حالت ممکن اتفاق بیفته، عدم رویارویی در قالب تیم ملی ایران با حریفان اسرائیلی هستش، در این حالت فارغ از نادیده گرفتن قاعده بین‌المللی، عدم بود نگاه سیاسی به ورزش اصولا مشکل خاصی رو در بین صاحب نظران سیاسی و ورزشی وجود نداره، چرا که یک تصمیم ملی هستش و فارغ از تبعات مادی و غیر مادی که احتمالاً برای فدراسیون‌های مربوطه داره، تبعات دیگری هم برای خود ورزشکارا هم حتی نداره. لذا به راحتی میتونیم با یک نگاه کاملا سیاسی و غیر ورزشی از بازی کردن در مقابل حریف امتناع. شاید به همین دلیل مثلا از صعود به مرحله دوم مسابقات جام جهانی باز بمانیم، احتمالش هست. در حالت دیگه عدم رویارویی در قالب یک تیم غیر ایرانی با حریفان اسرائیلی در این مورد بحث کمی پیچیده‌تر و مفصل‌تر است. اینجا دیگه فقط بحث قاعده و نزاکت بین‌المللی و مرام پهلوانی و از این دست شعارا نیست. با یک قرارداد در میونه، در واقع بازیکنان شاغل در خارج از کشور در قالب هر تیم ورزشی، اهم از فوتبال، هندبال، بسکتبال یا والیبال یا غیره، و یا حتی ورزشکاران ورزش‌های انفرادی شاغل در خارج از کشور به واسطه قرارداد و تعهدی که به آن باشگاه دارن، ناچارن مواضع و منافع باشگاه خودشون رو در نظر بگیرن و به اون پایبند باشن. به طور کلی در پاسخ به پرسشی که در ابتدای بحث مطرح شد، باید گفت که این ورزشکاران حق ندارن از رویارویی با هیچ حریفی امتناع کنن. از لحاظ حقوقی باید ضمانت نامه اجراهای ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی آنها رو در نظر گرفت. بدونیم که اگر باشگاه با درخواست بازیکنان ایرانیش جهت عدم رویارویی با حریف اسرائیلی موافقت نکنه، چه پیامدهای ناگواری برای اونها در بین خواهد داشت. از جریمه های مالی سنگی که قطعاً فدراسیون ها و وزارت ورزش ایران زیر بار اونها نخواهد رفت گرفته، تا از بین رفتن اعتبار و حیثیت اون ورزشکار و شاید اخراج وی از باشگاه. بنابراین اینکه بازی کردن احسان حاج‌صفی و مسعود شجاعی را در مقابل حریف اسرائیلی محکوم کنند واقعا دور از مرام پهلوانی هستش. اینا مایه ننگ جمهوری اسلامی هم در دنیا به قول معروف خیلی صحبت هایی به اینا وارد شد و حرفای متعصبانه، ولی واقعا غیر اخلاقی و غیر حقوقی بود این صحبت ها که قطعا به حالا دور از عدالت هم بود. اما سوال بسیار ساده از حراست به وزارت ورزش، بسیج ورزشکاران و فدراسیون فوتبال و سایر اشخاصی که خود را متولی این گونه مسائل میدونند و وظیفه خود میدونند که بلافاصله در چنین مواردی بیانیه محکوم حکومت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین صادر کنند، اینه که آیا شما حاضر به جبران خسارت مادی و معنوی از این ورزشکاران در صورت تخلف از تعهدات باشگاهشان هستید؟ پاسخ قطعا منفیه و شاید فقط در یک مراسم تجلیل
با یک سکه طلا دادن به اونا به قول معروف بعدش هم ورزشکار میمونه و حوزش. از لحاظ عقلی هم از دست دادن مدال المپیک و ورود خسارت سنگین در صورت تخلف از تعهدات قراردادی از مصادیق بارز اون هستش. بنابراین نمیتونیم تعهد خود را زیر پا بگذاریم، چرا که باعث ورود ضرر به خودشان و باشگاهشان میشه. پس از انقلاب سال 1357 در ایران، زنان ایرانی تا 15 سال اجازه حضور در عرصه های بین المللی ورزش نداشت. با وجود ادامه پیدا کردن محدودیت ها، اما در دو دهه اخیر سرانجام در برخی رشته های ورزشی به زنان هم اجازه حضور در رقابت های بین المللی داده شد. با شروع بازی های آسیایی 1990 پکن و اولین حضور زنان در رقابت های بین المللی، بار دیگه نام زنان ایرانی در ورزش جهان مطرح شد. در آن سال خانم لیدا فریدمان به عنوان اولین زن ورزشکار ایرانی در رشته تیراندازی در رقابت های هیروشیما شرکت کرد. اگرچه به مدال نرسید، اما راه بازگشت ورزشکاران زن ایرانی به میدان‌های رقابت حرفه‌ای در جهان را باز کرد. تا پس از آن زنان ایرانی اگرچه به صورت محدود و کم تعداد، اما بتوانند دست کم در برخی از رشته‌های ورزشی در مسابقات جهانی شرکت کنند. در حال حاضر ورزش توانخواهان در ایران برای مردان 19 رشته ورزشی، اما زنان تنها در دو رشته تیراندازی و والیبال نشسته امکان شرکت کردن دارند. ورزش توانخواهان ورزشی هستش در مورد معلولیت های حالا جسمی و ذهنی دارند. عرض کنم خدمتتون که در رشته در بازی های المپیک هم المپیک نیز زنان ورزشکار ایرانی تا کنون عمدتاً در رشته های مثل تنیس، تنیس روی میز، دو میدانی، تکواندو، قایقرانی، وشو و ورزش هایی که از گروه مشابه توانستن در المپیک شرکت کنند. از سوی دیگر رسانه های رسمی تلویزیون حکومتی و مطبوعاتی که زیر فشار سانسور کار میکنند، عموماً اخبار ورزش زنان را پوشش جدی نمیدن. با این حال در سالهای اخیر اطلاع رسانی در زمینه ورزش زنان نیز با ظهور پررنگ شبکه‌های اجتماعی به شکل بنیادی تغییر کرده و ورزشکاران زن ایرانی که تریبونی برای انعکاس موفقیت‌هایشون ندارند، با استفاده از صفحه‌های خود در اینستاگرام، فیسبوک یا حساب کاربری خود در توییتر برای طرفدارشون که خیلی هم کم نیستن و پرشمار هستن، این امکان رو فراهم کردن که اخبار تمرین‌ها و موفقیت‌هاشون رو پیگیری کنن. با وجود بازتر شدن فضا و افزایش امکان حضور ورزشکاران زن حرفه‌ای ایران در میدان‌های جهانی، اما همچنان اختلاف نظرها میان بخش تندرو و محافظه‌کار مقامات ایرانی با بخش میانه رویی که خواهان تغییر و اصلاحات هستند درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی و شکل حضور آنها در مسابقات جهانی در جای خود باقی هستش. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بارها حضور زنان مسلمان با رعایت حجاب و عفاف اسلامی در میدان‌های بین المللی را مهم و با ارزش قلمداد کرده. با اینکه برخی از مراجع و علمای قم یا امامان جمعه و چهره‌های سیاسی با ارجح دانستن وظیفه همسری و مادری برای زنان مسلمان درباره حضور زنان ورزشکار ایرانی در میدان‌های جهانی هشدار دادند، از جمله آیت الله جوادی آملی که در سال 1393 اعلام کرده بودند که فضیلت زن در این نیستش که زن و دختر ما بره پایش رو دراز کنه و یک کسی رو بزنه و برای ما مدال بیاره. حالا عربی هم فعین تصحبون گفته بودن و یعنی ما به کجا داریم میریم. بسیاری از مراجع تقلید شیعه نیز ورزش زنان رو تنها در صورتی که دور از چشم مردان نامحرم انجام بشه مجاز دونستن. با این حال زنان مسلمان از سراسر جهان کشورهای اسلامی را از جمله در بازی های المپیک نمایندگی میکنن و حتی در رشته های مانند
شنا نیز زنان مسلمان با پوشیدن مایوی اسلامی یا پورچینی، همین لباس شنای طراحی شده برای زنان مسلمان در مسابقات جهانی شرکت میکنن. بورکینی لباسیه که تمام قد از جنس لیکراس که بدن شناگر رو به طور کامل میپوشونه، لباسی که البته تاکنون زنان ایرانی نتونستن حتی با کمک گرفتن از اون در مسابقات بین‌المللی شرکت کنن. موضوع بعدی ما موضوع مشکلات معیشتی ورزشکاران هستش. طول عمر حرفه یک ورزشکار در بازه زمانی تعریف شده برای هر رشته حداقل 10 سال است و این در حالیه که برای قهرمان شدن در اوج ماندن یک سال و ورزش را به صورت اقتصادی دنبال میکنن و تمام وقت عنوان تنها حرفه در آن عمر خود را صرف میکنن. رشته های غیر از فوتبال و والیبال و بسکتبال در برخی باشگاه‌های پشتی که درآمدهای میلیاردی شامل آنها نمیشه، آنقدر مشهور موندن که درآمدها گاهی میلیونی هم نیست، در حالی که وقتی پای المپیک و بازی‌های آسیایی و دیگر رقابت‌ها بین‌المللی که دستگاه ورزش افتخار همین مدال‌ها رو به خود اختصاص میده و در طول سال کمترین توجهی به مشکلات ورزشکارانش نداره. برای نمونه وزنه‌برداری که همیشه عصای دست ما برای رتبه بندی در جدول المپیک بازی‌های آسیایی بوده یا دوم میدانی شمشیر بازی و بسیاری از رشته‌های دیگر افتخار می‌آفرینند و بعد با جیب خالی میرن و یک سال دیگه تمرین می‌کنن تا آقایان وزارتی در موقع لزوم گزارشی مبسوط از عملکردشون در دوران ریاست ارائه بدن. ورزشکارانی که در طول سال شاید 6 ماه اردوی اختصاصی داشته باشند و بقیه سال را هم انفرادی تمرین میکنند، نیازهای معیشتیشان باید برطرف بشه. یادمان نرفته یکی از قهرمانان صخره‌نوردی ایران برای حضور موفق در رقابت‌های پیش روی مدال دوره قبل رو فروخت و بتونه هزینه اردوی آماده سازی رو تامین کنه. ورزشکارانی که با مسافرکشی و دست فروشی در کنار پیاده روها رویای به اهتزاز درآوردن پرچم ایران رو در سر می‌پرورونن و همین بغل گوشمان در حاشیه خلیج فارس برای به دست آوردن چنین گوهرهای کمیابی میلیاردها هزینه میشه، چرا که خودشان عاجز از تربیت جوانان چنینی هستند. زیر مجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازوهای شناختی و اجرایی وظیفه دارند در این باره مشکلات را رصد کنند و شرایط و بستری را فراهم کنند تا ورزشکاران با فراغ بال در جهت پیشرفت مساف با رقیبان تا خون دندان مسلح به تمرینات بپردازند، در حالی که خود و خانواده هاشان مشکلات معیشتی و هزینه‌هایی نداشته باشند. از این موضوع ما نتیجه و بیرون نتیجه هم اینه که با توجه به مشکلات عدیده و چالش‌های سیستماتیک در امر فعالیت‌های ورزشی و ورزشکاران در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی که منجر به مهاجرت گسترده این طیف از هموطنان عزیزمون به خارج از کشور شده، نیاز به رویکرد اساسی در ایجاد برنامه‌ریزی بلند مدت و نیز تغییر جهت رسانه‌های گروهی در جهت حمایت جامعه ورزشی توصیه میشه، چرا که بیشتر چالش‌های مطرح شده دیگر معلول دو چالش مذکور هستش. عرض کنم خدمتتون که یه چالش پوشش اسلامی هم داریم که من بهش اشاره کوچیکی می‌کنم. پوشش اسلامی برای ورزش ایران مشکلاتی پدید آورده، در نمونه‌ای در ورزش پرهوادار فوتبال پس از مشکلات پوشش اسلامی سر زنان تیم ایران برای المپیک 2012 لندن و اینکه در دوره مقدماتی این رقابت با مقام‌های از فیفا پوشیدن اونیفرم با کلاه ویژه برای زنان ایرانی را ممنوع کردن، رسانه‌های بین‌المللی با حذف ایران از رقابت‌ها به خاطر حفظ حجاب پرداختن. قانون فیفا میگفت که هر گونه تبلیغ ایدئولوژی دین و فکری با هر پوششی ممنوع است. در یکی از ایرادهای فیفا اعلام کرد که بخشی از حجاب اسلامی سلامتی بازیکنان آسیب میزنه که از سوی ایران
و مسئولین ایران رد شد. گاردین در این باره میگه که این بار زنان مسلمان تنها توسط ایمانشان مورد ظلم واقع نشدند و به چنین محرومیتی برای تیم ایران اعتراض کرد. گزارش هایی از محرومیت از ورزش ملی در ایران به خاطر نداشتن حجاب نیز منتشر شده. در یکی از این گزارش ها در سال 2017 خط خوردن شیوا امینی از تیم ملی فوتسال زنان ایران به خاطر حضور بدون حجابش در یک بازی فوتبال حالا شبانه بوده با بین دوستانشون توجه محافل ورزشی رو به خودش گرفته بود، اما فدراسیون فوتبال چنین چیزی رو رد کرد. اما خود این بازیکن اعلام کرد که مسئولان رسمی فدراسیون فوتبال به او گفتن که ورزشکاران زن ملی پوش ایران همیشه موظفن که مطیع منشور پوشش اسلامی در عرصه عمومی باشن. به صورت کلی با روی آوردن بیشتر زنان جوان ایرانی به رشته‌های ورزشی و حضورهای جهانیشان، روند برخورد با این ورزشکاران که حجاب اسلامی دلخواه مراجع مذهبی ایران را رعایت نمی‌کنند شدت گرفته. گزارشی در سال 2011 نوشته شده بود که سختگیری‌های مذهبی و حکومتی بزرگترین مانع‌های پیش روی فعالیت آزادانه زنان ورزشکاران در ایران هستش. بر اساس گزارشی در مارس 2021 فوتبال زنان ایران هنوز زیر سایه روحانیون، تندروهای جمهوری اسلامی و حتی ائمه جمعه هستش. همچنین بر اساس فرمانی از وزارت کشور، بازی‌های لیگ زنان ایران باید در ساعت‌های نخست صبح پیش از ظهر برگزار بشه. این گزارش نوشت که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی هر چند که با ورزش زنان رسما مخالف نبود، اما با شعارهای تبلیغاتیش و محدودیت‌های پس از انقلاب وضعیت رو به طور فزاینده‌ای برای زنان مشکل ساز کرد. گزارشی در ایران اینترنشنال هم درباره ورزش زنان در جمهوری اسلامی از محدودیت‌های مذهبی و الزام به تبعیت از قانون حجاب اجباری در تمامی محافل عمومی چه در داخل و چه در خارج از کشور گفت و نوشت. ورزشکاران زن و قهرمانان ملی قرار بود الگوهای اسلامی و بلندگوهای تبلیغاتی نظام باشند و این تنها دلیل تلاش جمهوری اسلامی برای حضور زنان ورزشکار با حجاب و اسلامی در میادین بین‌المللی بوده. چالش‌های اسلامی به شرکت نکردن ایران در برخی از رشته‌های ورزشی انجام شده. ورزشکارانی هم همانند شناگرها، شیرجه‌روها و رشته‌های دیگه که با اصل حفظ حجاب ضدیت داشتن افقی برای شرکت در رقابت‌ها نداشتن. در دوره جمهوری اسلامی برخی ورزش‌ها در ایران برای زنان به رسمیت شناخته نشدند. در نمونه‌ای زنان در مسابقات بدنسازی نمیتونن شرکت کنن و مسئولان برخی ورزش‌ها را از مغایرت رشته با فرهنگ و فرهنگ اسلامی اعلام کردند. در سال 1389 سه مرجع تقلید شیعه اعزام ورزشکاران زن ایرانی را به خارج حرام دونستن و حرام اعلام کردن. واقعا جای تأسف داره. دوچرخه سواری زنان، سلفی زنان با فوتبالیست ها، شنا با مایو و انجام مسابقات دو میدانی با پوشاک همانند شورت و تیشرت آسین کوتاه از دیگر مواردی هستش که برای زنان ایرانی در دوره جمهوری اسلامی در همین رابطه ممنوع شده. در خصوص بودجه و اقتصاد هم به نکته کوچیکی اشاره میکنم. بودجه ورزش در سال 2010 در ایران 80 میلیون دلار بوده، یعنی سرانه بودجه ورزش در ایران در سال 2010 برای هر نفر 1 دلار بوده و این جای بسیار بسیار تأسفه. در سال 1396 اعلام گردید که در تمامی سالهای گذشته از این تاریخ بودجه ورزش همیشه اندک بود و اندکتر هم میشه. در خرداد 1400 یعنی سال گذشته آقای عباس اورسچی رئیس
فدراسیون کبدی اعلام کرد که بودجه ورزش خیلی خیلی پایینه و همچنین سرانه مردم از فضاهای اقتصادی ورزشی کم هستش. و اگر هم بخوایم به اعتراضات ورزشکاران و معضلات اون در خصوص این مسئله اشاره داشته باشیم، چهارشنبه 11 خرداد یعنی چند روز پیش سال 1401 15 وزنه‌بردار ایرانی اردو تیم ملی رو ترک کردن و با انتشار بیانیه گفتن با مساعد شدن شرایط به اردو تیم ملی باز نخواهند گشت. آنها در بیانیه دیگر در روز جمعه 15 خرداد تاکید کردند که بر نخواهند گشت، چرا که مشکلات موجود مربوط به روزهای اخیر نیست، بلکه چندین سال است که گریبانگیر رشته وزنه‌بردی و اکثر رشته‌های ورزشی دیگر رو درگیر کرده. بحث به این موضوع بسیار زیاده، بسیار گسترده استش و به خاطر زیر وقت من اشاره کوچکی داشتم به این مسئله. خیلی ممنونم که توجه داشتید به سخنرانی من. اگر موضوعی هستش، سوالی داشتید، من بنده در خدمتتون هستم. خیلی ممنون از اینکه وقت دادید. من مایک رو رها می‌کنم. سپاسگزارم آقای کریمی بابت سخنرانی خوب و کاملتون. از همراهان گرامی اگر در این خصوص صحبت این نقطه نظری دارید لطفا بفرمایید. بله، در خصوص مشکلات ورزش ما حتی میتونیم به عدم توجه به مدارس هم اشاره کنیم. خیلی از این نخبه های ورزش رو میتونن از مدارس حتی از سنین دبستان پیدا کنن، روشون کار کنن، سرمایه گذاری کنن که برای آینده مملکت مفید باشن، حتی در نقاط محروم و دور افتاده. ولی متاسفانه هیچ اقدامی در این زمینه نمیشه و بسیاری از این استعدادها شکوفا نمیشه و اصلا پیدا نمیشه، کشف نمیشه. خودم تشکر میکنم از سخنرانی خوبتون و بدون خود وقت سخنرانی بعدی رو میشنویم که سرکار خانم زهره میخوند چگینی با موضوع نقش ورزشکاران در آگاه سازی مردم ارائه میدن. سرکار خانم چگینی اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بالا ببرید. ضمن عرض سلام خدمت شما و همه همراهان خوب کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران، در واقع من میخوام که اول یه تعریف به صورت کلی از ورزش داشته باشم و حیطه اثرگذاری اون و بعد سراغ موضوع خودم میرم. ورزش عبارت است از فعالیتی نهادینه که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از مهارت‌های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک میشن. این تعریف با فعالیت‌های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا میکنه. از نظر سازمان بهداشت جهانی، تندرستی صرفا نداشتن بیماری و ضعف نیست، بلکه منظور از اون سلامتی کامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و روحی هستش. در حقیقت دو هدف عمده تندرستی به تأخیر انداختن مرگ و بیماری هستش. ورزش بر قوای جسمی و قوای روانی اثر مستقیم میذاره و مسئله بسیار مهمیه. حالا خود ورزش به صورت تنها نمیتونه تأثیر گذار باشه، خود واژه ورزش، بلکه زمانی اون به فعل در میاد که کسی این کار رو انجام بده، یعنی شخصیت به اسم ورزشکار میاد و این موضوع رو به فعل در میاره و کلن بولد میشه واژه ورزش. حالا ورزش و حیطه‌ای که باعث اثر گذاشتن اون میشه، حیطه‌ای که اثر میگذاره روش
تأثیر ورزش در اجتماعی شدن. این حالا چطوری میشه اینو تعریفش بکنیم؟ اغلب مطالعات اجتماعی شدن در ورزش حول دو مسئله متمرکز هستش: اجتماعی شدن در خود ورزش و یا اجتماعی شدن از طریق ورزش. برای قسمت اول میتونم این رو مثال بزنم که مثل فردی که در ورزش داره ورزش میکنه و خودش یک ورزشکار هست و از طریق ورزش اجتماعی میشه. حالا کسانی که مثلا در گروه دوم قرار میگیرن، به فرض مثال دنبال کننده های ورزش هستن که از طریق ورزش وارد یه اجتماع دیگه ای میشن و در دومی به یادگیری نگرش ها، ارزش ها، مهارت ها و گرایش های خیلی کلی مثل جوانمردی، انضباط، قانون مداری و خیلی چیزهای دیگه میشه اشاره کرد. اجتماعی شدن از طریق ورزش عبارت است از تأثیر ورزش بر باورها و نگرش ها و حتی گاهی بر اعتقادات دیگران هست. موضوع دومی که میشه بشه اشاره کرد تأثیر ورزش در شخصیت هست. شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی روان افراد هست، لذا افراد ورزشکار رو از فردگرایی و خودمحوری خارج میکنه و رشد روحیات طبیعی رو توی اشخاص بهبود میبخشه که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، فرد با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط برقرار میکنه و در کنار اون میتونه حتی زندگی بکنه و یا خودش رو نشون بده. دیدگاهی اعتقاد دارن که ورزش به عنوان واسطه و عامل ارتباط بین فرد با خودش یا دیگران هم میتونه باشه. این شناخت چند جنبه دیگه هم در سازگاری های اجتماعی و شخصیت دخیل هستش. تغییرات ناشی از ورزش در شخصیت به تدریج و به آهستگی و پس از سالها رخ میده و بسیار موضوع خیلی مهمی هست. موضوع دیگه که میشه بهش اشاره کرد تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران هست. شرکت در برنامه‌های ورزشی شرایطی رو به وجود میاره که شخصیت و ماهیت افراد خودشون رو نشون میدن، لذا رفتار و اعمال ناشایسته جایگزین خصایص انسانی و رعایت قوانین میشه، بدین گونه که هر فردی میتواند از احترام لازم در بین دسته و جامعه خود برخوردار بشه. این ارتباط مطلوب به مرور شکل میگیره و به صورت اخلاق در اومده و به قلمروهای خارج خودش هم نفوذ میکنه. و میتونیم حالا موضوع دیگه هم که بهش اشاره کرد، مثلا تأثیر ورزش در کاهش افسردگی. به عقیده محققین ورزش باعث شادی و نشاط و بالا بردن اعتماد به نفس میشه، زیرا که افراد افسرده یا کسانی که اعتماد به نفس کمی دارن یا ندارن یا به میزان کمی دارن و ورزش باعث میشه که احساس رضایت باطنی در اونها بالا بره و فرد حس میکنه که میتونه حداقل در یک سری از مسائل زندگیش به یک سری یافته‌های دست پیدا کنه، یعنی براش آورده داره. به گزارش پایگاه اینترنتی مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس، بررسی روانشناسان نشون میده که روزانه 30 تا 35 دقیقه ورزش میتونه از همین افسردگی یا عواملی که بر روان انسان داره و آسیب میرسونه میتونه تا نصف اون رو کاهش بده. و اثر دیگه‌ای که ورزش داره در اوقات فراغت هست. فراغت شامل فعالیت‌های جدا از اجبارهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی هست که در اون فرد فقط به میل خودش عمل میکنه. در نتیجه فراغت کار یا بیکاری نیست، بلکه یک تجربه با ارزش زندگی است و به قول ارسطو که میگه فراغت جدی ترین مشغله انسان هستش. یکی از روش هایی که میتوان در رابطه با اوقات فراغت جامعه رو پوشش بده و به اونها خیلی چیزها یاد بده و یا آموزش بده همین ورزش هست که خودش باعث میشه که بسیاری از ضعف‌ها و کمبودهای جسمانی و روانی رو درمان بکنه یا گاهی رفع میکنه. ورزش و تفریحات سالم فواید خیلی زیادی داره. استفاده از بازی در اوقات فراغت فرصتی برای پیشرفت فرد رو هم میتونه فراهم بکنه. از دیدگاه جامعه شناسی گذران اوقات فراغت با ورزش
نسبت به مهارت‌ها یا کارهایی که غیر پویا هستن بسیار بسیار تأثیر خیلی بسزایی داره و البته این تأثیر بسزا بیشتر در رده‌های سنی جوان یا جوانان بیشتر دیده میشه و باعث خیلی رشد این افراد میشه. در مقابل قابلیت تولید و بهره‌وری اونها در قالب‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی رو خیلی بیشتر تقویت میکنه. به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی انسان‌ها حائز اهمیت هستش، ولی چون مبنای تربیت جسم و روح در سنین جوانی گذاشته میشه باید اهمیت بیشتری تو این دوران برای ورزش قائل شد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی، اقتصادی، وضعیت خانوادگی و نظایر اون با استفاده از ورزش میتونه کاهش پیدا بکنه یا حتی به طور کلی از بین بره. تأثیر بعدی که ورزش بر فرهنگ داره، تأثیر دیگه‌ای که ورزش داره بر فرهنگ هستش، فرهنگ رو میشه به عنوان مجموعه از ویژگی‌های رفتاری، عقیدتی، اکتسابی یک جامعه خاص تعریف کرد. حتی با توجه به اینکه ما از کشوری هستیم که لایه‌های فرهنگی بسیار بسیار عمیق و متفاوتی داره و ورزش ما اثری که میتونه داشته باشه روش، واژه تعیین کننده تو این تعریف همان واژه اکتسابی بودن از محیط هستش. ورزش بخش مهمی از فرهنگ ملل در جهان معاصر هم به حساب میاد. بحث‌های محافل گوناگون، سرفصل‌های روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی جایگاه اون رو خیلی بیشتر روشن کرده و بین مردم جا افتاده. حتی میتونم یه مثال بزنم در این رابطه. اعلام موفقیت در مسابقات ملی و یا بین‌المللی میلیون ها نفر رو شاد میکنه و گاهی حتی شکست اونها باعث میشه که مردم یک جامعه غمگین بشن و یا خشمگین بشن. پس ورزش تمرین تفکر واقع گرایانه و پرهیز از تفکر ذهن گرایانه هستش. ابعاد غیر مادی فرهنگ نظیر اعتقادات، آداب و رسوم و ارزش و نیز ابعاد مادی فرهنگ نظیر معماری و تکنولوژی رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. مثلا میتونیم به کتیبه ها و یک سری آثار تاریخی که بهشون اشاره کنیم، ورزش های باستانی که روی این کتیبه ها یا روی نقش و نگار هایی که در تاریخ ما وجود داره میشه آثار ورزش رو تو اون مشاهده کرد. پس میتونم در این رابطه بگم که یکی از تأثیر خیلی بسزایی داره و یکی از جلوه های غیر مادی فرهنگ جایگاه زن در جامعه هستش. در جهان ورزش تجلی آزادی زن از قیمومت مرد مشاهده میشه، یعنی زنان رو در جوامع بین‌المللی که ما مشاهده میکنیم، نگاه میکنیم، آزادانه بدون قوانینی که بازدارنده باشه اونها میتونن فعالیت بکنن و باعث میشه که این شخصیت یک شخصیت مجزا و مستقلی داشته باشه. و پس از تربیت ورزشی زن به عنوان یک انسان شجاع و سرسخت به جامعه خودش میتونه بازگرده و تأثیر بسزایی داشته باشه. تحقیقات دانشگاه علوم تندرستی اورگان در امریکا نشون میده که حتی سالمندانی هم که در یک برنامه تمرینی قرار دارن، به صورت هفتگی یک تمرینی رو انجام میدن، حافظه بهتری دارن و در یک زمان و یک بازه که در اون ورزش میکنن از لحاظ جسمی به حالشون در رو به بهبوده و یافته های بهتری میشه در اونها پیدا کرد. میشه در مورد تأثیرات ورزش در زندگی اجتماعی هم اشاره کرد. بشر طبیعتاً موجودی اجتماعی هست که میخواد با دیگران رابطه برقرار بکنه و دیگران رو هم به طور متقابل با اون ارتباط برقرار میکنن. این غریزه اجتماعی رو میشه میتونیم از طریق ورزش برآورده بکنیم، یعنی همین ارتباطاتی که بین افراد وجود داره. و چه چیزی بهتر از ورزش که میتونه یک زمینه بسیار سالم ایجاد کنه؟ با ورزش در زمینه نیل به ارزش‌های اجتماعی دیگه، مثلا مثل کارهای کارگروهی، وفاداری حتی و روحیه ورزشکاری میشه توفیق پیدا کرد. محیط‌های صمیمانه و مطلوب ورزشی اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و شکل‌گیری روحیات خیلی بهتری هست.
میتونیم حتی در رابطه با این موضوع اشاره کنیم که برای زنانی که یه خورده از لحاظ اجتماعی ضعیف‌تر هستن با توجه به اتفاقاتی که در سالهای اخیر در کشورمون افتاد و زنان نقششون بسیار کم رنگ شد و زنان و دختران کمروی ما با اومدن و وارد شدن به گروه‌های ورزشی میتونن حتی این رو بهبود بدن و جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. همینطور که دوستمونم فرمودن، زنان ما با توجه به این که حتی شاید در رسانه هامون دیده نمیشن، ولی ورزش چه انگیزهی در اینها ایجاد میکنه. این انگیزه درونیه که باعث میشه بدون اینکه شناخته بشن، بدون اینکه بولد بشن، حاضرن توی این زمینه بدون هزینه های بدون کمک هزینه و بدون اقتصاد قوی باز هم توی این شاخه ها حضور داشته باشن. و این خودش یه روحیه است برای جمعیتی که نصف یک کشور رو تشکیل میده. پس ورزش میتونه خیلی به سزا باشه. فکر میکنم حتی در خانم ها خیلی بیشتر رشد کنه تا آقایون اگه بهشون فرصتی داده بشه. و همچنین توی زندگی روزانه‌مون میشه باهاش سازگاری بهتری داشت و نتایج خیلی بهتری رو ازش تاثیر گرفت. از تاثیر ورزش در خانواده هم میشه به این موضوع اشاره کرد که سلامت هر یک از اعضای خانواده به ویژه زنان مستقیما بر تصویر کلی سلامت خانواده تاثیر میگذاره. نگرش کلی زن نسبت به جسم و عملکرد فیزیکی بدنش در نگرش‌های کلی اون تأثیر مستقیم داره، زیرا که سلامت جسم و روان اون روابط اجتماعی وی رو شکل میده. امنیت عاطفی اون بر خانواده بر امنیت کل خانواده افزایش پیدا میکنه و بهترین نشانه رشد و پختگی افراد عاطفی او بر هوش و توانایی سازگاری با موفقیت‌های جدیدش هنگام مواجه شدن با فشارها، ناراحتی‌ها یا حتی آسیب‌های اجتماعی میتونه کمتر باشه و فرد رو آگاه‌تر بکنه. و از طرفی تأمین بهداشت جسم و روان برای زنانی که در مراحل مختلف زندگی، مراحلی مثل بارداریشون یا زایمان و از همه مهمتر پرورش فرزندانشون پشت سر میذارن از اهمیت خیلی بالای برخورداره. زنانی که توی این شاخه‌های ورزشی فعالیت میکنن، نه اینکه فقط به عنوان یک چهره شهر سرشناس، بلکه در زندگی روزانشون به صورت یه روتین ورزش داشته باشن، اینها میتونن تأثیر خیلی بسزایی در اجتماع کوچکی به اسم خانواده داشته باشن و مسلماً میتونه بسیار تأثیرگذار باشه. از ورزش و تأثیرات خیلی زیادش در همه جا صحبت کردم، یعنی در اجتماع، بر فرهنگمون، بر خانواده و حتی شخصیت و کاهش افسردگی صحبت کردیم. یک موضوع شاید موضوعی هست که خیلی به سادگی همه ازش عبور میکنن، ولی چقدر دنبال کننده میتونه داشته باشه این. متاسفانه با شرایط جدید ایران و وضعیت معیشت و اقتصاد مردم شاید ما در گروه دوم قرار بگیریم، یعنی کسایی که به واسطه ورزش ما اجتماعی میشیم، یعنی انگار ورزش رو دنبال میکنیم و برامون جالبه. شاید برای همه این فرصت نباشه که بتونن یک ورزش رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنن، ولی میتونن حداقل از تماشاش لذت ببرن یا یک سری افراد رو دنبال بکنن. نمیشه گفت به صورت الگو، ولی قطعا ورزشکاران ما با توجه به این تأثیرهای بسزایی که در زندگی‌های روزمره ما به صورت اکتسابی و شاید ناخواسته ما ازشون دریافت میکنیم، رسالت‌های بزرگی دارن. من از یکی دو تا ورزشکار اسم میبرم که این اخیراً خب زحمت کشیدن و یا نمیشه گفت زحمت، حداقل که یک انسان بودن، در جایگاهی بودن که خودشون رو کنار مردم قرار دادن و ابراز احساسات کردن. مثلا وریا غفوری اومد راجع به مشکلات عدیده مردم صحبت کرد و شاید فقط خواسته ابتدایی مردم رو بیان کرد. خیلی از قسمت‌های از جمهوری اسلامی باش مخالفت، خیلی از قسمت‌ها که تمام جمهوری اسلامی باش مخالفت کردن، از رسانه ملی پخش نمیشه یا خیلی جاها اسمی ازش برده نمیشه، ولی این سوال پیش میاد آیا کسانی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی هستن آیا اونقدر تماشاچی دارن، آیا اونقدر ستاره هستن؟ بعضی افراد حتی با اینکه از تلویزیون یا رسانه‌های جمهوری اسلامی یا دولتی حذف میشن، ولی با توجه به تأثیری که تونستن بذارن و اون رسالتی که داشتن رو
نسبت به اون رسالتی که داشتن خودی نشون دادن و خودشون رو ثابت کردن به نظر من ستاره شدن و نیازی اصلا به رسانه های ملی وجود نداره. یا این اخیراً من یک سخنرانی که یک مصاحبه از آقای جایی دیدم و آقای فردوسی پور خیلی راحت راجع به درد مردم صحبت کردن، راجع به معیشت صحبت کردن. شاید اینها یک چیز بسیار روتین تو تمام دنیا باشه، ولی چون در رسانه های داخلی ما حرف زدن راجع به اینجور چیزها تابو هست، شاید راجع به تظاهرات صحبت نمیشه، راجع به اقتصاد صحبت نمیشه، آگاهی مردم صحبت نمیشه و کسی شجاعت حرف زدن نداره. وقتی یه نفر میاد تو مصاحبهش از عادی ترین حقوق ما صحبت میکنه، نظر ما رو از کوچک و بزرگ با هر عقیده جلب میکنه. خیلی ها هستن مثلا میگم طرفدار تیم استقلال نیستن، ولی وریا غفوری رو به خاطر این شجاعت و شهامتش دوست دارن. پس یک تأثیر به سزای این ورزشکار روی قشر بزرگی از آدم ها گذاشته. یا برعکس هم در مورد آقای دایی، خب خیلی نظرات زیادی وجود داره، ولی میشه وقتی رفتار اجتماعیش رو دید میشه پذیرفت که یک انسانی هست که بسیار تأثیرگذاره و میتونه جامعه رو هدایت بکنه. و همه اینها از رسانه های کوچکی مثل اینستاگرام، نمیدونم توییتر و خیلی از مسائل دیگه برخوردارن، نظراتشون اونجا میذارن. ولی خیلی ها، تعداد کسایی که میان اینجوری صحبت میکنن خیلی کمه، ولی تعداد کسایی که نمیان صحبت کنن یا مالا از ترس یا خیلی از مسائل دیگه تعداد خیلی بیشتری دارن. ولی کسایی که میان اینجوری از حقوق مردم و یا حقوق ابتدایی که ما باید برخوردار باشیم صحبت کنن، شبیه یک ستاره به جا میمونن و همه جا نامشون حضور داره و فکر میکنم که مردم اینها رو بیشتر حمایت میکنن و طرفداری میکنن. و به نظر منم ورزشکاران تأثیر بسیار بسیار بسزایی دارن با توجه به این که ورزش ما فکر میکنم بسیار مظلوم واقع شده در خیلی از رشته های ورزشیمون. خیلی راجبش کم صحبت میکنن، نشون داده نمیشه، ورزش رو سیاسی میکنن یا در جوامع بین المللی به صورت لابی باش برخورد میکنن، بسیار آسیب میبینه. و چقدر خوبه که افرادی آگاه در این زمینه حداقل کاری که میتونن بکنن از کوچکترین دردهای مردم صحبت کنن و خودی نشون بدن و دل مردم رو گرم کنن و مردم شجاعت این رو پیدا کنن که با اینها هم صدا بشن، هم سو بشن. و اینکه یک سلبریتی بیاد صحبت کنه یا یک ورزشکار بیاد صحبت کنه، جامعه حداقل به خودش میاد که خب شخصیتی برجسته که از تلویزیون از خیلی از چیزهای دیگرش زده یا مثلا از تیم ملی خط خورده پشت این پشت ملت قرار گرفته، قطعا این ملت در آینده خیلی نزدیک شاید به خودشون بیاد و اتفاقات خیلی مثبتی برای کشور اون بیفته. من یک خلاصه بود که صحبت کردم، امیدوارم که دوست داشته باشین. اگه سوالی چیزی در خدمتتون هستم، مایک رو در خدمتتون قرار میدم. سپاسگزارم خانم تگینی گرامی بابت سخنرانی بسیار عالیتون. از همکاران اگر سوال یا نقطه نظری دارید، بله آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی خانم تگینی، عالی بود، مرسی بابت سخنرانیتون. فقط حالا من اتفاقا شما اول سخنرانیتون توی بخش اجتماعی، حالا من می‌خواستم اینو بگم که ما میتونیم ورزش رو دو قسمت بکنیم، یکی ورزش همگانی که حالا همه درگیرشن، یکی ورزش قهرمانی که شما توی بخش تأثیر اجتماعی اول سخنرانیتون فرمودید که هر دو رو داره، اما خب توی قسمت‌های بعدی بیشتر جنبه ورزش همگانیش رو مورد بررسی قرار دادید، بخش اخلاقی یا احساس مسئولیت نسبت به دیگران. البته آخر سخنرانیتون یه جایی فرمودید نه به عنوان الگو، که من حالا اینجا با شما موافق نیستم. اتفاقا من میگم به عنوان الگو ما باید به ورزشکارهای قهرمانمون نگاه بکنیم، چون اگر نگاه بکنیم میبینیم که، یعنی حالا به نظر من اگر جوونا رو نوجوونا رو نگاه بکنیم، افراد موفقی که خیلی باهاشون در، یعنی خیلی توی چشمشونن و خیلی بولد هستن، بیشتر ورزشکاران دیگه. چه کسانی مثلا شخصیت‌های برجسته علمی توی رسانه‌ها انقدر به نمایش نمیان که جوونا بخوان اونا رو الگو قرار بدن؟ یا حالا شما باز اشاره کردید به سلبریتی‌ها، حالا در واقع ورزشکارا هم تا یه قسمت سلبریتی هستن، حالا بعد می‌بینیم سراغ مثلا
من الان دارم نگاه میکنم ببینم دیگه چه کسایی میتونن الگوی جوانان و نوجوانان بشن. بعد نگاه کردم خوب گفتم بازیگرا. بازیگرا باز یک به خاطر اون قدرت رسانه یک تسلط بیشتری روی بخش صدا و سیما سینما هست که افراد گزینشی بیشتری انتخاب بشن برای این حوزه تا ورزش. ورزش باز بیشتر به سمت شایسته سالاری میره، حداقل تلاش بیشتری میشه، به نظر من خالص‌تره تا عرصه سینما و تلویزیون. و به اعتقاد من حالا توی بخش قهرمانی اگر بخوایم کلا به قضیه نگاه بکنیم، به اعتقاد من واقعا ورزشکارا به عنوان الگو میتونن برای جامعه تاثیرگذار باشن. مرسی بابت وقتی که به بنده دادید. سپاسگزارم آقای منیری برای اظهار نظرتون. من هم با شما موافقم. از قدیم الایام ورزشکاران به خاطر اون منش ورزشکاری و سلامت روح و جسمی که داشتن مورد احترام همه افراد جامعه بودن. به همین خاطر اگر یه موقع در مسائل مختلف اظهار نظر هم بکنن برای مردم خیلی محترمه، به خصوص برای قشر جوان. در مورد ورزشکاران اصلا قشر جوان و مردم ایران یکی از انتظاراتشون از ورزشکاران این هست که در سختی ها اظهار نظر کنن، پشتیبانیشون کنن و یه قوت قلبی باشن برای مردم. و اینکه حالا ورزشکار بی تفاوت باشه یا اظهار نظری نکنه، این باعث عصبانی شدن مردم تو شرایط سخت میشه. بسیار عالی بود، باز هم تشکر میکنم. از همکاران اگر نقطه نظری دارید بفرمایید، وگرنه بحث آزادمون رو با اجازتون شروع کنیم. بسیار عالی. بحث آزاد امروز در مورد عدم تبعیض هست با محوریت جداسازی جنسیتی در ایران. خب همه ما میدونیم ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم تبعیض هست و جداسازی جنسیتی در ایران یا تفکیک جنسیتی در ایران سابقه خیلی طولانی داره و در مراحل مختلف نوسانات زیادی داشته. پس از انقلاب 1357 هم در ایران تفکیک بین زنان و مردان در فضاهای عمومی پررنگ‌تر شد. امروزه در بعضی از مکان‌ها مانند مدارس جدایی جنسیتی به صورت کامل وجود داره. حتی در مکان‌های عمومی مثل کتابخانه‌ها، سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، مراسم ازدواج، حتی مراسم تشییع جنازه، سواحل، استخرهای شنا، حتی صف رأی، صف نان، ما میبینیم که این جدایی و تفکیک جنسیتی رو شاهد هستیم. در اتوبوس، مترو، تفکیک جنسیتی در مدارس تنها به دانش آموزان محدود نمیشه، بلکه به معلمان به خصوص مردان نیز در اکثر مواقع اجازه تدریس در مدارس جنس مخالف داده نمیشه. تفکیک جنسیتی به گونه ای بوده که رابطه دختر و پسر در ایران با گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب همچنان به عنوان یکی از نیمه های تاریک روابط اجتماعی خودنمایی میکنه. همینطور که گفتم تفکیک جنسیتی در ایران سابقه بلند مدت داره که ریشه های اون رو میتونیم در فضای اندرونی بیرونی دوره قاجاریه و قبل از اون هم مشاهده کنیم. اما رضا شاه علیه جدایی جنسیتی بود و به دانشگاه تهران دستور داد تا برای اولین بار زنان را ثبت نام کنند. الان در حال حاضر حتی بعضی از سازمان‌ها به صورت تک جنسیتی تشکیل میشن. ما حتی مثلا سرای سالمندان بانوان یا آقایان رو هم داریم. تو دانشگاه‌ها حتی شاهد این هستیم که تو بعضی‌هاشون کلاس‌های بین دخترها و پسرها تو کلاس‌های درسی یه پرده
یا یه حائلی میکشن. از نمونه های بارز تفکیک جنسیتی در مرداد ماه 1393 رو داشتیم در کنسرت محسن یگانه که قرار بود در ارومیه برگزار بشه ولی به دلیل عدم رعایت طرح تفکیک لغو شد. موضوع تفکیک جنسیتی حتی توی بیمارستان ها هم مطرح شد. در مجلس پنجم مرضیه وحید دستجردی که اون زمان نماینده مجلس بود طرفدار این طرح بود و ولی اون موقع ناکام موند، ولی در سال 1385 در هیئت دولت باز مطرح شد و اون زمان تصویب شد. الان در حال حاضر یکی از بیمارستانهایی که توی تهران واقعا فقط تنها زنان رو راه میدن و زنان اونجا حق انتخاب پزشک مرد یا زن رو ندارن و بایستی فقط زنان رو انتخاب کنن، بیمارستان مهدیه هست در تهران که فقط تمام پرسنل همه زن هستن. در سال 1396 رسانه ها از تفکیک جنسیتی حتی در بانک ها و آبر بانک هم خبر دادن. حالا در این زمینه اگر از همراهان در خصوص حالا محوریت تفکیک جنسیتی در ورزش نقطه نظری دارید یا میخواید چیزی رو با همه در به اشتراک بذارید بفرمایید که حالا در ادامه با صحبت دارید. بفرمایید آقای منیر. ممنون. شما خانم شاسبنی راجع به تفکیک جنسیتی صحبت کردید. در حال حاضر چیزی که توی ورزش ایران میبینیم بیشتر حذف جنسیتیه، چیزی نیست که خانم‌ها رو از آقایون صرفاً جدا بکنن، خیلی ها رو اصلا کلاً حذف میکنن. همونطوری که عرض کردم اون تبعیض و خیلی کلمه تبعیض خیلی کلمه مناسب تریه. آقای کریمی فکر کنم، آقای مهدی کریمی فکر کنم تو سخنرانیشون فرمودن که راجع به ورزش معلولان گفتن برای آقایون 19 تا ورزشه در حال حاضر توی ایران فعاله، اما برای خانم‌ها 2 تا ورزش. در حال این در واقع یک نوع تبعیض بیشتر حسابش میکنم. اما حالا این بحث یه مقدار دوست دارم راجبش بیشتر صحبت بشه که چرا اصلا کلن این اتفاق داره میفته. شما فرمودید رضا خان، رضا شاه پهلوی، ایشون مخالف این موضوع بودن و ایشون یکی از شعاراشون این بود که جامعه رو به سمت مدرنیته پیش ببرن. حالا این در واقع من دوست دارم باز نظر دوستان رو بدونم که مدرنیته چه ارتباطی داره با عدم تبعیض بین آقایون و خانوم ها، چه دلیلی باعث میشه که یک کشوری که بخواد مدرن بشه باید این تساوی بین خانم ها و آقایون و جدا نشدن این دو دسته در واقع درش صورت بگیره. مرسی بابت وقتی که به من زدید. سپاسگزارم آقای منیری. آقای احمدی خواه بفرمایید، خواهش میکنم. وقت همگی دوستان بخیر. ببین در راستای صحبت شما آقای منیری، خب اینا تفکرات آدمان که تصمیم میرن سیاست شکل تفکرات اینه، تفکراتی اینه که میگن زن به خونه تعلق داره و وظیفش اینه که یک خانواده رو بچرخونه، بچه داری کنه، نسل بعدی بیاره و این حرف ها که بالاخره همه هم کم و زیاد از تفکرات اینا آگاهی خاطر همین سوق میدن. به قول آقای منیری اینا کلا زن ها هست شن. یعنی یه سری که خب خسته میشن مثلا کلا قید ایرانو بزنم برم، اونایی که خسته نمیشن خسته بشن که دیگه اصلا دنبال ورزش نه. بعد به قول معروف اینا اون سیاستی که تو ذهنشون دارن اینجوری اجرا میکنن. تا بحث تبعیض نیست، شما هی میای موانع رو خورد خورد میذاری که طرف ببره بره اون سمتی که شما میخوان. در راستای این که خب این مدرنیزه و سنت همیشه در تقابلن، اینا خب بدشون میاد برابری باشه خب دیگه نمیتونن فشار بیارن. کسی که مستقل از نظر مالی از نظر
وظایف خودشو میتونه انجام بده، خودشو میتونه مستقل اداره کنه، نمیت حرف میش بده که آقا من تو پسیو فقط هرچی آقامون گفتم اون انجام بدم و پیرو باشم. خب اینا اصلا کلا سیستمشون پیرویه، میان میگه اصل ولی فقیه، یعنی همه بیان همه پیروی کنن. حالا بعد میاد مثلا 4-5 هم ولی فقیه میذاره که زیر مجموعه خودش بشه، یعنی کلا همش در حال پیرویه، چیزی استقلالی معنی نداره. خب زنی که بیاد ورزش کنه قاعدتا شاداب میشه، دنبال حقوق دیگه‌اش میره، اینا دوست ندارن که مردان دنبال حقوقش میره، چه این که حتی حاضر نیستن تو ورزشگاه خانم‌ها رو ببین، یه طرف نه ورزش رو ببینه فردا علاقه‌مند شه که بره همون ورزش انجام. به مرور هم که سیستم‌های خودش رو میبینه جلو، ولی خب تو دور زمانش گذشته، دور زمانی که مردم تا شبکه‌های اجتماعی خب ببینن که خب زنای دیگه تو دنیا دارن چیکار میکنن، این بازه این میشه که باعث میشه که این حکومت هزینهش بره بالا، بازه سرکوب کردن، بازه این که مردم دوباره بتونن زنها رو بتونن تو خونه میگردنن هزینه بر میشه، این میان اعتراضات میشه، این میان پناهنده میشن، اینا خب باید پاسخ خوب باشن، سیستم جهانی باید پاسخ خوب باشن. خاطر همین این موزلی بازه اونا و هر چقدر خانوما مبارزه کنن بازه این حقشون باعث میشه که خب زودتر به اهدافشون برسن. متشکرم. ممنونم آقای احمدی خواه برای نظراتتون. بله خانم سنمار بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد. منم با آقای احمدی خواه موافقم و فقط میخواستم این نکته را اضافه کنم که همین تبعیضات باعث شده که مشکلات جدی اجتماعی و به سلامت در ایران به وجود بیاد، مشکلات روانی جدیت رو. شما نگاه کنید در همین ماه گزارش ایسنا گزارش داد که 5 میلیون نفر دچار دیابتن، 8 میلیون نفر در مرحله پیش دیابت، 30 میلیون ایرانی در معرض خطر فشار خون بالا، و این رو کسی گفته بود که مسئول ورزش همگانی کشور و گفته بود که به خاطر عدم مسئولیت، دقیقا این رو از زبان خودش گفته بود، و همه اینها به خاطر عدم تحرک، عدم تحرک نتیجه همین تبعیضات و ایدئولوژی‌های مسخره همین نظام بی‌مسئولیتی هاست. نیمی از جامعه رو زنانن که در مقابل همه چی یه نه بزرگ میشنوه. شما نگاه کنین ورزشگاه رو که نمیشه برن، یکی میخواد وزن برداشته بهش میگن نه، بوکس علاقه داره نمیشه، ورزش باستانی و زورخانه ای نه، پرورش اندام نه، پارکور نه، دوچرخه سواری نه، شنا و شیرجه و رقص که حتی دیدنش هم ملایان گفتن نه و براشون خوب نیست. پس چی؟ پس یا باید بشنن تو خونه کم تحرک بشن و فشار خون بالا و چه میدونم دیابت انتظارشونه، یا اینکه رو بیارن به رفتارهای پرخطر و ناهنجاری‌های اجتماعی برای ابراز وجود و اینکه خالی کردن انرژیشون از راه من. این میشه که وضعیت ایران توی هر زمینه نگاه کنین، یا زنان مقام اول رو دارن یا که رشد منفیش خیلی بیشتر بوده. یک استعداد چشهیش رو کوفا میشه، اینکه در بودن در جو اون جریان، اینکه همراهی جمعی داشته باشن، اینکه کسایی که سابقه اون رو دارن اونها رو راه نمایی کنن. وقتی همه چی برای زنان نه، همه در رو بسته است، شما چطور دنبال این هستین که حتی تیم‌های قهرمانی جوانسازی بشن؟ شما نگاه کن هر سری در مسابقات جهانی مدال آوری ایران کمتره و اینا همش نتیجه همین تبعیضات. ممنون. من مایکل هم سپاسگزارم خانم سنمار عزیز. دقیقا همینطوره، یه جامعه ای که بخواد به سوی مدرنیته پیش بره، خواه ناخواه توقع و خواسته های به حق افراد اون جامعه بیشتر میشه و اینا اصلا مخالف دادن حق هستن، به خصوص به زنان. بیشتر اینا دوست دارن که زنان مثل همین طرح ازدیاد جمعیتی که دادن بشینن تو خونه، مدام بچه بیارن، از اجتماع دور باشن و کسی اونا رو نبینه، و این واقعا مخالف یه جامعه مدرن هست. اینکه اینا بیشتر دوست دارن
بریم به طرف جوامع مرتجع و 1400 سال قبل با توجه به ایدئولوژی اسلامیشون. آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم. عرض ادب و احترام از بخیر خدمت همکاران عزیز، از اینکه وقت در اختیار بنده گذاشتید بسیار سپاسگزارم. یه نکته اینجا وجود داره و اینکه طرز دیدگاه و نگرش بتونم بگم راحت‌تر آخوند و اون مذهب حاکم در ایران به این صورته که ایران زن در جامعه ایران باید همونجور که فرمودید که در کنج خونه بشینه و بچه داری کنه و خونه داری کنه. وقتی بیاد توی جامعه اگر متاسفانه اینا اول میگرده به ذهنهای مریضیه که تو جامعه ما به فراوانی زیاد داریم میبینیم و هم نشأت گرفته از اون میتونم بگم مذهبه، چون وقتی ممانعت ایجاد میکنه مذهب این حرص و طمع به وجود میاد، این حریصی به وجود میاد. وقتی شما یه چیزی رو ممانعت میکنی ازش برای بچه بعدتر حریص‌تر میشه، دوست داره ببینی چیه، مزهش کنه. و این از بین بردن آزادی حجاب، از بین بردن حالا آزادی در تمام زمینه ها، مخصوصا حجاب در بین خانم ها، جامعه آقایان رو بیشتر حریص کرده، به طوری که اونها رو میشه گفت مریض جنسی هن. اینها خودشون چون مشکل دارن مریضن، دیدن بقیه هم به همین دیدگاه نگاه میکنن که اینها مریضن، همه با دیدن حتی مچ دست خانم ها یا به قولی مچ پای خانم ها اینا دچار مشکل میشن و احساساتی میشن، به خاطر همین نباید ازشون تو برسه اماکن ورزشی نشون داده بشه، حالا فیلم هاشون، فیلم های ورزشی بانوان نشون داده نشه، یا حتی ورودشون به یکی از دلایلی که خانم ها را اجازه نمیدن با سالن های ورزشی بیان همینه که جوانان دچار مشکل میشن. خب این طرز فکر جامعه است که خراب، این طرز فکر آقایانه که خراب، اونهایی که در رأس هرم نشستند رهبریتشون آقای خامنه ای، اینها از بالا تا پایینشون مشکل روانی دارن، مشکل ذهنی دارن. خب اینها هم یه نوع مریضیه، این مریضیه و باید علاج بشه، که علاجی در این نمی‌بینیم. مدرن شدن به این معنیه که انسان باید در جامعه مدرن زمانی میتونی زندگی کنی که بتونی تو تمام قسمت‌هاش مدرن باشی، مدرن ببینی، مدرن رفتار کنی. اصلا مدرن بودن یعنی هر چیزی رو درست دیدن، هر چیزی رو نه به عنوان ابزار بلکه به عنوان یک واقعیت دیدن. زن در جامعه اسلامی متاسفانه نگاهی که بهش میشه نگاه ابزاریه. درسته در سرتاسر دنیای نگاه ابزاری متاسفانه به خانم ها هست، نگاه تبلیغاتی بیشتر از خانم ها استفاده میشه، ولی در بحث اسلام و مخصوصا ایران، ایرانی که اسلام رو به صورت شاید بگم خیلی بیشتر از کشورهای اسلامی دیگه داره خون سنگش رو به سینه میزنه، متاسفانه از زن فقط به عنوان یک ابزار برای، من جسارت میکنم و معذرت خواهی میکنم از خانمان بزرگوار در این جلسه، به عنوان یک هوا و هوس به خانم ها نگاه میکنن و نه بیشتر متاسفانه. امیدوارم که روزی برسه که این دیدگاه واقعا درست بشه، که درستی هم نمیشه مگه اینکه این حکومت به طور کل جابجا بشه که بتونه ایران برگرده به سمت اون مدرنیزه ای که خب از ابتدا برنامهش ریخته شده بود. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. عصرتون بخیر. سپاسگزارم آقای لطفی برای مشارکتتون. آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مجدد سپاس بابت وقتی که به بنده دادید. من بیشتر الان میخوام یه سوال رو مطرح کنم از نظر دوستان و همکاران. این مسئله حذف زنان، خب الان همه میگیم که بله اینها از لحاظ دینی کلن با زنها مشکل دارن، البل میخوام اینو بدونم که حالا حتی از لحاظ مذهبی این موضوع یک مسئله ایدئولوژیکه و صرفاً یک دیکتاتوری مردانه به زنانه هست، یعنی صرفاً آقایون میخوان به نصف جمعیت سیطره داشته باشن، یه نوع دیکتاتوریه، یا نه
یک سری دلایل جامعه شناختی و روان شناختی پشت این مسئله هست. مثلا توی جوامع، حالا این که میگم منظورم چیه، دوستان نظر دوستانم بدونم و حتی اگر مورد دیگه ای دارن بیان بکنن. مثلا به عنوان مثال بگیم اگر زنی نسبتاً اون آگاهی رو کسب بکنه و اون خصیصه های یک زن جامعه مدرن رو داشته باشه، خب به نسبت خیلی آگاه تره و این زن به عنوان مادر این آگاهی رو به نسل بعد هم انتقال میده و این رویه همچنان ادامه پیدا میکنه و خود به خود جامعه و نسل‌های بعدی سطح آگاهیشون خیلی شدیدتر افزایش پیدا میکنه. میخواستم بازم دارم عرض میکنم، در واقع حالا سوال من بیشتر اینه که این که خانم‌ها رو کلن دارن حس میکنن یک دیکتاتوری مردانه بر زنانه هست یا نه یه دلیل جامعه شناختی و روان شناختی داره. مرسی بابت وقتی که بنده رو دید. سپاسگزارم آقای منیری. ورزش از هر نظر که شما فکرش رو بکنید، همینطوری که خانم چگینی توی سخنرانیشون کامل اشاره کردن، نه تنها برای سلامت جسم بلکه برای سلامت روان، برای سلامت اجتماعی بسیار بسیار مفیده. یک زنی که ورزش میکنه دیگه اون افسردگی رو نداره، روحیه شاد میشه، اثرات مفیدی توی خانواده روی حتی برخوردش با همسرش در زمینه بزرگ کردن بچه ها خواهد داشت. یک زن سالم خب مسلماً بهتره. منظور متاسفانه توی قوانینشون به تنها چیزی که اهمیت نمیدن سلامت و شادابی ملت. یه ملت شاد قطعاً یه ملت موفق‌تر خواهند بود. شما الان توی تقویم اگه نگاه کنید، ما چند روز داریم که جشن میگیریم، در عوض چند روز داریم که مردم عزاداری میکنن. متأسفانه دیدگاهشون اصلاً دیدگاه ایدئولوژیکه و دیدگاهی نیست که به فکر سرافرازی و سلامت یک جامعه باشه. خانم چگینی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم. پیرو صحبت های دوستان، من از ابتداش یه شروع کنم برم بالای منبر. اولا که کلمه مدرنیته کلمه واژه‌ای هست که ریشه فرانسوی داره و من حالا کلمه فارسیش استفاده میکنم، جامعه نوین یا عصر روشنگری، این فکر کنم براش بهتر بتونم ازش استفاده کنم. این دوره، توی دوره روشنگری یا همین عصر نوین یا حالا مدرنیته اومدن چیکار کردن؟ اومدن سنت رو نقد کردن و اومدن توی مدرنیته فردیت مهمتر شده، یعنی هر کسی مالک شخص خودش میشه و در انتها به قصه زنان رو هم حالا میپردازیم که کجاها میتونن چه کارهای انجام بشه براشون. این در صورتی که ما جامعهمون، نصف جامعهمون زنان تشکیل میدن و این حالا چه جایگاهی بهشون تعلق میگیره، بخشش به مردان ارتباط داره، بخشش به لایه‌های فرهنگی ما ارتباط داره و تاریخ ما. ولی حالا من اصلا کلا میام سر امروز، سر قانون اساسیمون که در قانون اساسیمون چی اومده. توی قانون اساسیمون اومده اصل 20 و 21 اگه اشتباه نکنم اومده میگه که آقا همه افراد و ملیت‌ها اعم از زن و مرد کاملا یکسان حقوقی دارن، به صورت یکسان از این حقوق بهره میگیرن و چه سیاسی چه انسانی چه اجتماعی. ولی انتهای این اصل اومده یک کلمه‌ای رو استفاده کرده که انگار خط بطلانی رو کل این قانون کشید، روی این اصل کشیده، گفته طبق موازین اسلامی. همین یعنی که من 50% این زن رو ازش همین الان ازش حقش رو میگیرم، چه حق دیگه پس براش میمونه؟ حالا باز میپردازیم بهش. تو اصل 21 اومده گفته که آقا دولت موظفه که حقوق زن و مرد رو تماماً بپردازه و توی قسمت‌های مختلف اهم از حتی دادگاه‌های خانواده که برگزار میشه بین زن و مرد یا حتی برای زنان و مخصوصا در دوران بارداری حقوق براشون تعیین بشه، همه رو گفته و در نهایت برگشته گفته طبق موازین اسلامی. اینجا هم پس یعنی اصل 20 و 21 هم باید باشون خدافظی کنیم.
حالا اصلا بریم سر خود واژه این داستان که چه اتفاقی میفته. حالا در مدرنیته یا عصر نوین چند تا بخش میشه، به چند تا بخش تقسیمش کرد. آگاهی فرد از فردیت خودش در دوران مدرنیته افزایش پیدا میکنه. جدایی دین از دولت، این اتفاق حتما میفته. تأکید به آزادی فردیه و افسون زدایی جهانی پیش میاد. و این قصه که حالا اگه بخوایم روش بیشتر اگه فکر بکنیم داخلش اگه چیزی که از عقل به عنوان یک ابزار استفاده میشه و داخلش از اول اینکه عقل رو به عنوان یک ابزار ازش استفاده میشه و بعدش میاد عقل رو انتقاد میکنه، ولی در سنت این اتفاق نمیفته، یه کمی جا به جا میشه، یعنی مرزها کمی جا به جا میشه. ولی تو مدرنیته اومدن چیکار کردن؟ همیشه در حال رشده. از رنسانسی که اتفاق افتاد که شروع کردن و گفتن که دنیا عصر نوین داره شروع میشه، دنیای مدرنیته داره شروع میشه، تا کنون هنوز اعلامی برای پایانش نکردن. ولی توی سنت ها و مخصوصا جوامعی که با مذهب مخلوط شده میان چیکار میکنن؟ پایانی میذارن برای یک اتفاق. خب زن میتواند ورزش کند با ایکس و ایگرگ و زد و این خب دیگه خدافظی، یعنی همینجا بهش پایان میدن و زن خدافظی میشه باهاش، یعنی دیگه جایگاهی پیدا نمیکنه. حتی توی مدرنیته توی وقتی که به یه ارزش گذاری خیلی بالایی میرسن، تو بهترین ارزشی هم باشه که توی عصری باشه، تا زمانی اعتبار داره که بهتری از اون روش قرار نگیره، ولی در سنت به این صورت نیست. حالا من یه بخششو، من چیزی که تو ذهن خودم و توی دادگاه ها که میبینم میدیدم، میدیدم 70-80% بله طبق قانونگذاری بعد و طبق حمایتی که مردان از این موضوع میکنن، چون قانون رو مردها نوشتن و مسلما برای جامعه خودشون نوشتن. ولی یه بخش 20-30% که فکر میکنم زن ستیزی یا گاهی خود ستیزی هست و زن قبول میکنه که خب من دنیای مدرنیته رو میپذیرم و از طرفی میاد سراغ دنیای سنتی و همین میشه اهرمی برای کنترل های بعدیش و برای نرسیدن به اهداف خودش. مثلا من آره زن چیزی هستم، من زن مدرنی هستم، بیرون از خانه کار میکنم، ولی هزینه های منزل طبق آداب و رسوم و بچه میدونم فرهنگمون همه با آقا هست، من مهریه رو میپذیرم، من این رو میپذیرم. ولی من فکر میکنم اگه زنان به این نقطه برسن، اگه قرار کار بکنن، همه چیز نصف، زندگی نصف، فکر میکنم کم کم به جایگاه خودشون برسن. حتی تو نگه داشتن فرزند این نباشه که حالا چون مادر هست مادر بیشتر باید کار انجام بده، مادر این کارو بکنه اون کارو بکنه. اگه از ابتدا بتونن یک تفکیک درستی انجام بدن، فکر میکنم خانم ها هم پیروز بشن. از نظر من خانم ها قدرت خیلی بیشتری دارن. شاید این جمله که بخوام بگم خیلی خوشایند نباشه، ولی زنانی که بعد از یک دوره قاعدگی 7 روز سخت رو پشت سر هم میذارن و روز 8 حالشون از 30 روز گذشته بسیار بهتر میشه، اگه این اتفاق قطعا برای مردی بیفته قطعا فرداش نمیتونه راه بره، ولی یک زن 4 ستون بدنش سالمتر، پس چه سازکار پیچیده‌ای داره این زن و چقدر قدرت خوبی داره، میتونه خوب مقاومت بکنه در مقابل جسم خودش. قطعا پیچیدگی‌های هم در ذهن خودش داره، ولی اجازه شاید نداره، یا شاید همین پیچیدگی ها و آگاهی که داره از درون خودش به صورت بالقوه باعث ترس برای جامعه مردانه. یعنی اگه بدونن زنی اگه آگاه بشه قطعا خطر خیلی زیادی برای یک مرد داره، چون زنانی که مدیدن تو بخش های مختلف خیلی موفق ترن، خیلی قانون مدار ترن، خیلی درستتر کار میکنن و این به جای اینکه خودشون رو تقویت کنن و روی قدرت خودشون تمرکز کنن، روی توانایی هاشون تمرکز کنن، ترجیح میدن جامعه به اسم زن رو خط بزنن. فکر میکنم این تعریفی که من داشتم ازش این بود. من مایک رو خدمتتون میدم. سپاسگزارم خانم چگینی. بله دقیقاً برای رسیدن به جامعه مدرن باید گذر کنیم از یه جامعه خرافی. باید گذر کنیم از اون چی که تابو گفته میشه و نباید راجبش صحبت کنیم و تمام اینا وقتی اتفاق میفته که آگاهی افراد به خصوص زنان بیشتر بشه و این به جایگاهی برسونن که واقعا خواستار حقوقشون باشن، حقوق واقعیشون. آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز. امیدوارم من صدام کامل و واضح باشه. بله بسیار عالی، مرسی. من البته خواستم نظر خودم رو بدم، من نظر دوستانم شنیدم.
حالا با مسلمن با یه سری نظرات موافق، با یه سری نظرات خب زیاد موافق نیستم، نمیگم مخالفم، ولی من نظر خودم رو میگم. این که گفته میشه، حالا من یه ذره احساس کردم زیادی زده، حالا من نمیگم اسلام خوبه دین دیگه بالاتر پایین تره، من کاری با اینش نهارم، من نگاه حقوق بشری بهش میکنم. این که بگیم حالا اسلام بده فلان دین خوبه، این به نظرم درست نیست. اما نگاهی که حالا اسلام به زن داره، خب این قابل انکار هست. اما صحبتی که من دارم، ببینید کشورهای دیگه هم هستن که اسلام دارن اما اینجوری اداره نمیشه. نیاییم بگیم که ایدئولوژیشون اسلامیه. ببینید میگن که زنها نباید بیان نسته. من یه مثال خیلی ساده میزنم چون نمیخوام وقتم زیاد بگیرم. میگن زنها نباید بیان نسته. دلایلش هم گفتن، شور و هیجان از اسلام. اما همینا چند وقت پیش وقتی که جامعه ما تو درد و رنج و مرگ عزیزانمون بود توی آبادان، خانوم و آقا و زن و بچه اومدن سلام فرمانده خوندن و جشن گرفتن، شادی کردن. اگر به شور و هیجان باشه اونم شور و هیجان. پس من با این مخالفم که گفته میشه، چون به نظر من ایدئولوژی این افراد که حالا دارن حکومت میکنن اسلامی نیست. حالا من کاری ندارم که اسلام خوبه بعد، اصلا کاری با این صحبتاش به هیچ وجه ندارم، چون من اسلامو دیدم، دوست مسلمونم دارم، حالا کشورهای دیگه هستم باشون صحبت میکنم. ببینید من دارم تاکید میکنم به هیچ وجه نمیگم اسلام خوبه بعده، وجه صحبتم در مورد این حکومت. ببینید وقتی میگن زنها نیان توی استادیوم، دلایلی سیاسی. وقتی که نمیذارم بانوان حالا یه سری ورزش ها رو انجام بدن، شک نکنید دلایلی سیاسی. اسلام رو بهونه میکنه. الان همین عربستان کشتیگج زنان داره. دیگه نه دیدید یا نه. پس نظر من، البته حالا شاید یه سری مخالف باشن یه سری موافق باشن، نظر من اینه که این دیدگاه رو کلا به نظر من حذف کنیم که بگیم حداقل از نگاه دینی بهش نگاه نکنیم. بگیم نگاه کنیم یه سری افراد اومدن بر حسب منافعشون دارن تصمیم میگیرن، نه بر حسب دینشون. من حتی اینا رو مسلمون هم نمیدونم، که اگر مسلمون بودن یه سری جدار رو رعایت میکردن که نمیکنن. این چیزایی که خودشونه، به شهر خودشونه، نمیدونم مراجع خودشونه، کتاب خودشونه، هر چی که حالا بهش باور دارم. حتی به اونا هم اعتقاد ندارم متاسفانه. و اینکه بهتون بگم واقعا نظر من ها، البته ببینید، چون اگر حالا آیه منیره هم فرمودن که دستاوردهای سیاسی چیه، ببینید دستاوردهای سیاسی که داره، ببینید نگاه کن الان مثلا خانوما نمیاد، ببینید نگاه کن الان سوالیه که شاید برای من هست برای شما هم هست، وقتی یه خانم میتونه بیاد اونجوری سلام فرمانده رو بخونه چرا نمیتونه بیاد تو ورزشگاه؟ علتش چیه؟ چون اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش بودن بار یه سر تظاهرات شد، شلوغ شد، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، کلا اومدن گفتن آلودگی هوا و نمیدونم کرونا دوباره زیاد شد، ورزشگاه رو کلا قطع کردن و بستن، گفتن که آقا نمیشه. در حالی که اگه اشتباه نکنم 170 بود یا 190، در حالی که من خاطرم 380 یا 400 هم ما داشتیم، ولی خب باز بازی ها برگزار شد. اگه اشتباه نکنم بازی فولاد بود توی همون سمت ورزشگاه خود فولاد هم فکر کنم آرنا نمیدونم چیه فولاد، تام اونجا هم برگزار شد. درجه آلودگی و گرد خاک وحشتناک بالا. میگم دلایلش فقط سیاسیه و اینکه حقوق زنان داره ضایع میشه شکی داخلش نیست. شما اگر این من متاسفانه تو اسمام همیشه حافظم یاری نمیکنه، من صدام هم بیش گذشته چند یه دقیقه شم میکنم بیشتر شد، فقط اینو بگم کوتاه بگم جمع کنم، اگر صحبت های همین خانم ورزشکار که من میگم تو اسمام همیشه متاسفانه فراموش میکنم، اگه اشتباه نکنم دویچه وله هم باشون مصاحبه کردن، که اومدن گفتن که ما اگر مدالی بگیریم و
بعد مدالمون رو به جای تحویل بدیم، هدیه بدیم. به اون میگن مدالی که میگیریم کجا باید بریم، مثلا اگه اشتباه نکنم گفتم باید به موزه امام رضا و از این صحبت ها تحویل بدیم، هدیه بدیم، که حتی گفتن ما رو اونجا هم نبردن، یعنی همونجوری که خودشون هم گفته بودن اونجا هم ما هم برده بودنشون بنده خدا رو. و تبعیضی که هست بدون شک ببینید، ولی دلایلش نظر من ها دلایلش فقط میتونه سیاسی باشه، به نظر من اسلامی و دینی نیست. ببینید نمیشه واقعا توی 5 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه شاید اصلا یه جلسه میخواد این قضیه، نظر من البته میشه در موردش صحبت کرد، در موردش حرف بزنیم، اما این که بگیم واقعا بیایم توی 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه صحبت کنیم در موردش، به نظر من امکان پذیر نیست. و اینکه همش فقط از یک دیدگاه ببینیمش هم به نظر من اشتباهه، بعد از دیدگاه‌های مختلف دیده بشه، از نظرهای مختلف، وگرنه به نظر من هیچ عیبی مشکلی نداره، چون الان تو همه کشورهای مذهبی که واقعا مذهبی هم هستن الان زنا هستن میان ورزشگاه سوت و نمیدونم از این چیزا دارن و از اون تبل و دوغل و از این صحبت ها. و به نظر من، البته بازم میگم نظر شخصی منه و به نظر دوستان هم کاملا احترام میذارم، حالا اگر سوالی هست، صحبتی هست، میتونیم با هم صحبت کنیم و نظر هم دیگر هم داشته باشیم. من خوشحالم میشم نظر بقیه دوستان هم بشنوم. اما اکرام سپاسگزارم آقای سبزیان بابت نظرتون. دقیقا این که الان زنان رو توی ورزشگاه راه نمیدن، نه جنبه ای داره که توی قانون اساسی باشه، نه جنبه ای داره که توی اسلام باشه. چرا نباید زنان توی ورزشگاه باشن یا فعالیت های دیگه کنن؟ چرا اینقدر جدایی؟ ولی خب در مورد صحبت شما، حالا عربستان رو مثال زدید یا بعضی از کشورهای دیگه، خب اونا دقیقا خود قوانین اسلام رو تا حدودی نمیان رعایت کنن. اگر شما نگاه کنید، خب یه کسی که دزدی میکنه قانون اسلام اینه که دستش رو باید قطع کرد، ولی تو خیلی که کشورهای اسلامی این کار انجام نمیشه. اومدن یه مقدار این قوانین رو به اصطلاح به روزش دارن میکنن، نه که همون 1400 سال پیش باشه. دقیقا ما خیلی کشورهای اسلامی داریم، ولی کدومش مثل ایران و الان جدیدن هم مثل افغانستانه؟ مالزی کشورهای خیلی خوب اسلامی هستن، ولی آزادی هم توش هست، هر کس دوست داره با حجاب، هر کس دوست داره بدون حجاب. خانم حق با علی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که صدای من باشه. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از بحثای خوبی که دوستان ارائه دادن. و در مورد سوال دوستمون که گفتن که آیا این دیکتاتوری مردانه بر زنان هست تو جامعه ایران، میخواستم اینو عرض کنم خدمت دوستان که برای یه دیکتاتور فرق نمیکنه مرد یا زن، همه رو به یک چشم میبینه. و اگرم الان ما میبینیم که قوانینمون به قول دوستامون مردانه نوشته شدن، به نفع مردان هستن و حقوق زنان توش نادیده گرفته میشه، حتما منافعی برای اون دیکتاتور وجود داشته که قانون اینجوری نوشته شده. و از دید من اون منافع این هست که در واقع نصف جمعیت و مقابل نصف دیگه جمعیت قرار بده، که اینا همیشه مشغول جر و بحث با همدیگه باشن سر حقوقشون و کشمکش. و همه ما میدونیم که اصلا کلمه اسلامی که پسوند جمهوری اسلامی ایران در واقع هست، یه بازیچه است که حالا مردم بعد از چندین سال که کلا رفته سرشون و به قولن انقلابشون دزدیده شده، تازه متوجه شدن که پس اصلا اسلامی در کار نبوده و اینا گرگ بودن در لباس میش. و اینکه دستاورد سیاسیش چی هست که دوستمون پرسیدن، به نظر من مهمترین دستاورد سیاسیش برای دولت دیکتاتور ما و یا دولت‌های دیکتاتوری دیگه که نظیر ایران هستن این هست که الان ما می‌بینیم تو جامعه ایران دو فازی شده جامعه. یه سری میان شعار میدن، مرگ بر میگن، و یه سری میان سلام فرمانده میخونن، و همین باعث میشه که اتحاد شکل نگیره و اون چیزی که مردم در واقع غالب مردم میخوان رخ نده و اون تغییرات اونطوری که مردم میخوان انجام نشه. و خب ما میدونیم که همونطور که گفتم اسلامی بودن جامعه ما در واقع یک چیز بازیچه‌ای هست که آقازاده‌ها بتونن پشت این
اسم اسلام چپاول کنن اموال ملت رو، و مسلم بدونین اون کسایی هم که میان این شعرها رو میخونن یا چه میدونم چادر میپوشن میان فدایان رهبر، اینا منافعشون در کار هست. اینا پشت اون لباسای اسلامی، حجابای اسلامی، عبا، عمامه دارن پادشاهی میکنن با پول مردم ایران، و اگر منافعشون نبود 100% اینا هم شرکت نمی کردن و مخالف بودن. و به نظر من فکر میکنم که همین دو فازی شدن جامعه و نبود اتحاد بین مردم بدترین چیزی است که الان در ایران رخ داده، و یه سری هم خب به خاطر منافعشون بدون اینکه سواد و آگاهی داشته باشن میرن سمت اینکه یه نونی گیرشون بیاد. خیلی از بسیجی‌ها هستن که فیلمایی که شما همه دوستان حتما دیدین، به خاطر اینکه یه جا استخدام بشن یه حقوق خیلی ناچیزی بگیرن، حتی حاضر میشن که بیان در مقابل مردم قرار بگیرن و کتککاری بکنن. و متاسفانه این جنگ بین مردم در مقابل مردم همینطور ادامه پیدا میکنه، و اون سران هم که دارن کار خودشون انجام میدن و به چفاولشون ادامه میدن. متشکرم از وقتی که به من دید. سپاسگزارم خانم حق‌والی بابت نظرتون. دقیقاً اینا با همین طرح امر به معروف نهی از منکر هم سعی میکنن مردم رو مقابل همدیگه قرار بدن. توی فیلمی که چند وقت پیش اسد لطیان خانومو داشتن سوار یه ماشین به زور میکردن، اون که پوششش که بیشتر بود داشت آنچنان این خانومو گرفته بود سوار ماشین کنه که بنده خدا تمام لباساش هم رفت بالا. خب این چه حرکتیه که حالا اسمم روش میذارن که پوشش اسلامی باید داشته باشه؟ اینا که بدتر شد که متاسفانه هرچی که مردم رو دقیقا همینطوره مقابل هم قرار بدن راحتر میتونن حکومت دیکتاتوریشون رو ادامه بدن، و همین فقر زیاد مردم هم باعث خیلی از این اتفاقا میشه که الان توی ایران شاهدش هستیم. آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم، دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من تا اونجا که به اون گفتن مثال متاسفانه نزنید، ولی واقعا دلم نیومد یه مورد رو نگم. در مورد تبعیض من هیچ انگی به ایشون نمیزنم، فقط میخوام یک مثال ساده بزنم. شما توی اینستاگرام بزنید خانم هدا رستمی، 100% میکنم بشناسند، خیلی از دوستانی که اینستاگرام دارن، ایشون یه کسایی هستن که دقیقاً فعالیتشون چیه، یعنی میان یه حالت زیباسازی ایجاد میکنن برای حجاب که مثلا بگن حجاب اجباری مثلا زیباست و خیلی خوب، و طبقا هم فکر کنم یه 500 تا 600 هزار تا هم فالوور دارن. فعالیتشون کاملا قانونیه، یعنی ایشون های بیلعکسشون هم نگاه کنید ایشون کلا حجاب نداره، اصلا حجاب که اصلا گردن به بالا هیچی، گردن به پایین هم کلا هیچی. حالا عکسشون رو برید ببینید کاملا متوجه میشید منظور من چیه. حالا شما البته اینی که میگم واقعا درد داره، حالا من میگم نمیتونم عکسشون هم شیر کنم، اما من کاری به ایشون اصلا ندارم، نمیگم ایشون خوبه بعده، اصلا به خودش زندگی خودش. حالا در مقابل میخوام همین یک شخص دیگر رو خانم سبا کرده افشاری رو بگم که اومدن با عکسایی که داشتن به جرم اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب، دقیقاً این بنده خدا یه دادگاه بدوی 24 سال زندان براش بود. خب ببینید این که من میگم دستاوردهای سیاسیش که حالا آقای منیری فرمودن، ببینید آقای منیری من سوال دارم از شما، چجوری که وقتی مثلا روز قدس میشه ببخشید میشیم مدیترانه، یعنی ساحلای مدیترانه دیگه انقدر آزادی نداره که مثلا ما تو روز قدس و اینایی که مثلا میگم بیاید بیرون نمیدونم راهپیمایی کنید و از این صحبت ها، میان همه آزادی میشه. سواله دیگه، یعنی که چجوری اون روزا هم اوکیه، ما مثلا یه روزایی کلا میشیم اروپا، یه روزایی دوباره میشیم برمیگردیم به همون جمهوری اسلامی. و خیلی ساده است، من وقتی میام میگم که علتاش همش سیاسیه به خاطر همینه، میگم اصلا اسلام، حالا من قبول دارم خانم شاهسوانی هم صحبتشون کاملا درسته که اگر اعدام میکنن
که مثلا دست رو قد میکنن. خب دقیقا همین قانونا رو اومدن عوض کردن، یه سری کشورها اعدامو دارن حذف میکنن. خب اینا خودشون هم میدونن. همین مسیحیت هم همین خیلی چیزاش تغییر کرده. یعنی شما نمیتونید بیاد بگی که همه چی مثل رنسانس بوده که جنگ‌های صلیبی بوده. این همه چی داره مدرنیزه میشه. من وقتی میام میگم که دستاورداش همش سیاسیه، علتش همینه. چرا روز قدس پس آزادی داریم؟ گشت ارشا شما میبینی اصلا تو خیابونا میدیدی اصلا. حالا ما که الان نمیبینیم، ما هم بازم میشنیم نمیبینیم. روز قدس رو نمیدونم 22 بهمن و دهه فجر دادش رو از این صحبت اصلا یه دونه هم نیست. من وقتی صحبتم میگم دستاورد سیاسی هست، علتش اینه، چون برنامه‌ریزی میشه در موردش. شما نمیدونم دیدید جان، یک سری جشن برگزار شد، طرف نم از کانادا بود، یه ویدیویی اومد بیرون، یه فیلمی بود، منم پرویز پس پرستویی بود اگه اشتباه نکنم، اون فیلمش اومد بیرون، طرف رو زد، اون خانومه که رفت اون فیلم رو داشت میدید، اون نه خب اصلا بهش نمیخورد، ماله اصلا اسلام بوی از اسلام که 100% نبرده بود اون خانومه اون سلمه، خیلی هم راحت اومد رفت فیلم هم دید. شک نکنید حتما هم یه بالاخره زدابند یه چیزی داره، بالاخره در اینجا زندگیشو میکنه، داره تبلیغ جمهوری اسلامی هم میکنه که، و خیلی هم هستن الان تو همه آلمان، خیلی ها هستن، من خیلی ها رو میبینم در تظاهرات میشه، میرم توی سفارت، در سفارت وای میسن، خیلی هم تهدیدشون میکنه، همه ایرانی هایی که اینجا دارن زندگی میکنن، همه اینا اتفاقا هست. یعنی من نمیتونم حداقل به شخصه بگم نیست، شاید هر 10 تا 9 تاش سیاسی، یکیش مذهبی دیگه، آخه نخواهیم دیگه کاملا صفرم بگم مذهبی. و واقعا نظر قلبی من اینه که چون اینا اومدن تعریف کردن همه چیو، اسلام و دین و ورزش و نمیدونم خوانندگی و همه این صحبت ها رو، شما وقتی میای هنرمندای ما، این سلبریتی های ما، اینا که دارن بدون مالیات دارن کار میکنن، خب این یعنی چی؟ به نظرتون این شخص میاد زده دولت صحبت کنه، میاد بگه که آقا دولت بده؟ نمیدونم این توییترها جدیدن دیدید که طرف میاد میگه که من 1,000,000 رفتم مثلا ساندویچ خریدم، 4 تا همبرگر خریدم شده 1,000,000. بعد اون خانم هنرمند میاد 100% نمیدونم توییترها دیدید یا نه، میاد میگه 1,000,000 چقدر خوب، آدرس بیاد ما هم بریم بخریم. و عملا دارن عادی سازی میکنن این اتفاقایی که داره تو کشور ما میفته. و شک نکنید اینا همش سیاسیه و اصلا من اینا رو مذهبی نمیدونم. و البته اینم بگم، من حالا که الان فکر نکنم دوستان مدا من روی خوش نسبت به اسلام یا اینا دارم، نه، فقط صحبتم اینه که همه چی اینجوری نگاه نکنیم، ببینیم دیدگاه‌های دیگه هم داشته باشیم، از منظرهای دیگه هم نگاه کنیم، ببینیم که علت اصلی چی بود. شما وقتی نتونید، من خودمو میگم، جسارت نمی‌کنم به هیچ کدوم عزیزا، من اگه ندونم مشکل چیه، مسلما نمیتونم راه حلی هم براش پیدا کنم. من مایک رو رها میکنم، بازم هم که دوباره مایک رو خیلی مرسی، سپاسگزارم آقای سبزیان عزیز برای نقطه نظراتتون. بله متاسفانه حق انتخاب و از زنان ایران بیشتر، اگر مقایسه کنیم زنان و مردان رو، حق انتخاب رو گرفتن، حق انتخاب پوشش، اینکه زنان اجازه دوچرخه سواری ندارن، موتور سواری، اینا ورزشه. توی این شرایط با این هوای آلوده که همه کشورها سعی میکنن با حالا حتی تشویق مردم به توجه به محیط زیست، کمتر از حالا وسایل نقلیه استفاده کنن، اینا بدون هیچ آگاهی و چون اصلا فکر نمیکنن و هیچ تحصیلاتی هم ندارن، مثلا میگن که نه دوچرخه سواری ممنوع، نمیدونم سایر ورزش ها مثل صخره نوردی، آخه چه اشکال داره؟ ژیمناستیک چه اشکال داره که نتونه یه خانوم مثلا تو مسابقات شرکت کنه؟ میگن به خاطر حرکاتش، دلیلی که میارن میگن به خاطر حرکاتی که توی ژیمناستیک انجام میدن نباید این نمایش داده بشه. ورزش یه چیزیه که به سلامت جسم، روان، سلامت اجتماعی بستگی داره و اینا از هر نظر که بگید واقعا به زنان ایران ظلم میکنن و توی محدودیت‌های شدید نگه میدارن. آقای کریمی بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر همه عزیزان.
خیلی ممنون. در مورد بحث تبعیض جنسیتی خیلی صحبت ها میشه کرد و از منظرهای مختلفی میشه در موردش ساعت ها بشینیم صحبت کنیم، ولی از نظر من حالا به نظر من هیچ چیزی خطرناک‌تر از اعتقادات و سنت های غلط نیستش. اونا باعث میشن که اگه یکی بخواد آدم بکشه، مثلا دخترشون، با خیال راحت اونو میکشه و نه تنها خودشو مقصر نمیدونه بلکه خودشو یه قهرمانم فرض کنه که به وظیفش عمل کرده. حالا آدم های دوروبرش هم اگر با اون هم فکر باشن اونو قهرمان خطاب میکنن و براش کفن میزن. من به نظرم اگر بخوایم تمام این احادیث رو صحیح بدونیم، چه جدی چه درستش سالمش، چاره ای نیست جز این که بگیم اسلام بین زن و مرد نه تفاوت بلکه تبعیض قائل شده. میشه گفتش که نمونهش از همین کودک همسری بگیریم که بچه از سن 9 سالگی میتونه ازدواج کنه و این حق نداره که انتخابی داشته باشه تا بره به بالا. مخالفت مراجع مذهبی و کندرو هم تو ایران موجب شده تا زنان نتونن به چرخه قدرت وارد بشن. در کل حیات 43 ساله جمهوری اسلامی تنها یه زن به عنوان وزیر انتخاب شد که اون خانم دستشیر بود. اگه خاطری بموشه از یه بخوایم یه شاخص هم بخوایم حالا حساب کنیم، ایران در زمینه شاخص محدودیت و در آزادی های مدنی یا شکوتش تبعیض جنسیتی در قهر جدول قرار گرفته با امتیاز فکر میکنم 75.1% در میان 120 کشور رتبه 118 داره، یعنی دو تا مونده به آخر. این اواخر هم که خاطرتون باشه تو میبود یزد یه جشنواره شوی سوار از سواری بود، اخراج 4 تا از بانوان عزیز چابک سوارمون منجر شد. این جشنواره بگم جهت سوارکاری و نمایش نژاد اسبا برگزار شده بود که پس از اینکه جنسیت این خانم مشخص شد بلافاصله موزیک رو قطع کردن و این عزیزان رو از میدان سوارکاری اخراج کردن و باعث شرمساری بود. خیلی ممنون از اینکه وقت به من دادید. سپاسگزارم آقای کریمی برای مشارکتتون. آقای لطفی بفرمایید. بله، ممنون از وقت مجددی که من دادید. یه دو تا نکته من خدمت شما عرض کنم. این که زن سالم با افکار سالم ورزشکار و یه مادری که فعالیت بدنی و ذهنیش اون رو در سلامتی کامل نگه می‌داره برای جامعه ایرانی به شدت مضره، برای حکومت ایران به شدت مضره و این ایران هر کاری میکنه، حکومت ایران هر کاری میکنه که جلوی این رو بگیره. خب اونهایی که خب توی دار و دسته خودشون هستن، سر سفره خودشونن که خب همه چی براشون آزاد و مهیاس، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ چون نونشون رو میخوره. ولی اونهایی که در سر سفره نیستن و الان حدودا شاید بگم بخش اعظمی، شاید بالای 60% از جامعه رو، جمعیت ایران رو دارن تشکیل میدن، اینها نباید سالم باشن، نباید مادرانی باشن که بدون دغدغه باشن و به فکر تربیت فرزندانی باشن برای آینده ایران. اینها باید همیشه دچار مشکل باشن، دچار تنبلی باشن و از لحاظ ذهنی مریض باشن. این به کنار. اما اسلامی که در بدوش زنان رو زنده به گور میکرد، این دیگه چیزی نیستش که ما ازش بگذریم. این نگاه از دید تناقض بین زن و مرد و نداشتن اعتبار زن در اسلام داره. خود عربستان تا مدتی قبل مهد اسلامه اجازه رانندگی به خانمام نمیداد. الان با اومدن این پادشاه جدید و این ولیعهد جدیدشه که عربستان اتفاقات خوبی در شکل گرفته، زنا میان ورزشگاه، میرن رانندگی میکنن و کاری که دارن انجام میدن. این نشون از مدرنیزه شدن یه جامعه اسلامی داره. به سمت مدرنیزه شدن عربستان داره میره. یعنی اون افکار سنتی قبلشو داره از بین میبره.
اما بحث این که ما بگیم اسلام این کارها رو میکنن، شما گشت ارشاد نگاه میکنی یکی موش بیرون میاد میزنه میکنه و در و داغون و بچه، خب تصاویرش رو زیاد داریم میبینیم. خب این چه مثلا چه دید سیاسی به ما میده؟ نمی کنم این مبحث سیاسی باشه، نه، این چیزیه که به عنوان یک عقیده، به عنوان یک دیدگاه مضر، به عنوان یک سم، به عنوان چه عرض کنم، توی ذهن ما جوان ها، خب این از الان که نیومده که، این بچه که روی ذهن ما، تو ذهن ما، تو خانواده ها دادن تا به جای رسیدیم که یک سرباز یه درجه داری که امروز حالا مثلا 40 سالشه، 30 سالشه، 50 سالشه، توی جامعه داره قدم میزنه به عنوان یک نیروی انتظامی، به عنوان یه ارکان امنیت آور جامعه، میاد گیر میده به یه دختر، به یه خانم که تو چرا مود باز بیرونه، تو چرا لباس کوتاه تنته، تو چرا شهوالت پاره، تو چرا اینجوری. خب این نشان از ذهن مریض میده دیگه. خب این ذهن مریض از کجا نشد؟ گویا اینکه پدر من در خانواده اجازه نمیداد مادر من وقتی یه مرد غریبه تو خونه است اصلا پاشو بذاره تو اتاق، یا خواهر من اجازه نداش بدون من و یا خود پدرم تو سر کوچه تنها بره. خب این دیدگاه وقتی من بچگی باش بزرگ میشم، توی جامعه، تو زندگی خودم وقتی برم توی شغل ردیس بالا قرار بگیرم، این دیده ناخودآگاه تو کار من تاثیر میذاره، نمیتونیم بگیم نمیذاره. خب این همش برمیگرده به لایه ها و نفوذ، متاسفانه بیرویه، نفوذ، چجوری بهتون بگم، یه دید اسلامی واقعا پیشرفت، یعنی میشه گفت افراطی، دنبال این کلمه بودم، اسلام افراطیه. ما نمیگیم اسلام بده یا اسلام خوبه، اصلا بحث خوب و بد بودنش رو میذاریم کنار، بحث اینه که این دید افراطی به هر قضیه ای دچار مشکله، سوای این که توی بطن خود این قضیه این چالشه وجود داره، این امکانه وجود داره که این افراطیه بیاد درش قرار بگیره. خب اگه این چالشه نباشه، اون بحث آزادی زن توی اسلام وجود داشته باشه، من دید افراطیم نمیتونم بیام زن رو کنترلش کنم. خب پس این تو خودش این ماهیت رو به ما، این اجازه رو به این سیاست مداره ما میده که این از این اسلام موانی ابزار استفاده کنه و بیاد بکوبه. توی یه سری جاها هم نه، متاسفانه نیست، توی یه سری جاها اون دید فرد، اون تربیتشه، اون به قولی اون اعتقاد درونیشی که میاد تأثیر میذاره بر رفتارش توی سطح جامعه. ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید، امیدوارم که امیدوارم که این اتفاقات روز به روز به سمت و سوی پیش بره که به نفع مردم جامعه همون باشه. ممنون. سپاسگزارم از اظهار نظرتون، ولی من باز میگم اینجا اصلا موضوع اسلام نیست. ما خیلی از کشورهای مسلمان رو داریم، موضوع جدایی دین از سیاسته. یعنی وقتی جدا بشه اون موقع یک جامعه میتونه مراحل پیشرفتش رو طی کنه. تا وقتی که سیاست با دین قاطی باشه وضع همینه. خانم لیلا خواهش میکنم بفرمید. خانم لیلا اگر ممکنه مجدداً دستتون رو بالا بگیرید یا مایک براتون آزاده، بفرمایید. ما صدای شما رو نداریم متاسفانه. احتمالاً اینترنتشون ضعیف است. خب از همکاران دیگه اگر در این خصوص در مورد بحث آزادمون، جناب آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی بابت وقت دوباره که بنده دادید. من اتفاقا میخواستم یه پل ارتباطی بین صحبت های سبزیان و آقای لطفی پیدا بکنم. من با صحبت های آقای سبزیان توی عصر حاضر کاملا موافقم. در حال حاضر خیلی از مسائل سیاسی هستن و اجازه بدید صدای خانم لیلا خانم تازه بس شد.
خیلی از این مسائل سیاسی هستن و کاملا با ایشون موافقم، اما من از یه طرف با صحبت‌های لطفی هم موافقم. من این بحث ایدئولوژی بودن یه سری از سیاست‌های کلان رو، حالا همونطوری که خودتون خانم شاه‌سواری فرمودی، در واقع بحث جدایی دخالت دین در سیاست که در دولت، که در واقع سیاست‌های کلان رو تعریف می‌کنه، این بحث ایدئولوژیک بودن کلی سیاست‌های دولت رو در واقع یک مقدار قدیمی‌تر می‌دونم، اون هم بعد از انقلاب. من یک بار دیگه هم اینو گفته بودم، من احساس می‌کنم نسل‌های اولیه بعد از انقلاب دقیقاً یک سری انسان‌های ایدئولوژیک بودن و در واقع صرفاً اسلام رو نگاه می‌کردن و سیاسی به مسائل نگاه نمی‌کردن. اما خب در حال حاضر، همونطوری که اسم عصر حاضر عصر ارتباطاته، با این ارتباطات و این بسترهایی که وجود داره، اطلاعات و آگاهی مردم خیلی بیشتر شده و مردم دیگه اونچنان به سمت ایدئولوژی نمیرن خود به خود، حتی سیاست مدارا. اما دقیقا همونطوری که همه دوستان گفتن، فعلا اینو فقط دستاویز قرار دادن، دیگه ذهنیتشون ایدئولوژیک نیست. البته عرض کردم این عقیده بله هست، دیگه ذهنیتشون ایدئولوژیک نیست، اما صرفا اون بهونه های ایدئولوژیک رو همچنان مد نظر دارن قرار میدن تا اون اهداف سیاسی خودشون رو پیش ببرن و صرفا یه سری دستاویزه. عرض کردم باز آیه لطفی یک جایی میگفت اینها دیگه نمیتونه مسائل سیاسی باشه، سیاست های کلان رو، حالا اونی که شما میفرمایید مثلا گشت ارشاد اونجوری برخورد میکنه، خب اینا یه سری به قول معروف مامورن و معذور، یه سری سیاست های کلانی تعریف میشه، اما اون سیاست های کلان در واقع در حال حاضر به نظر من هم صرفا پشتوانه سیاسی داره، جنبه های سیاسی داره، وگرنه عرض کردم دیگه اون نسل ایدئولوژیک دیگه کلا تموم شدن، یک موقعی بودن اما خود به خود دیگه داره دورشون تموم میشه. مرسی بابت وقتی که برمی دید. ممنونم از اظهار نظرتون. دقیقا الان دهه 80 ها دهه 90 ها به خاطر رسانه ها واقعا آگاهیشون بیشتر شده، دادخواهیشون بیشتر شده، حقوقشون رو میخوان و تو این زمینه به نظرم هرچی رو به جلو میریم امیدوارم که اتفاقات بهتر و بهتری بیفته. از همکاران اگر اظهار نظر دیگه ای دارید بفرمایید، خواهش میکنم. بسیار عالی. ما جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران رو امروز 11 ژوئن 2022 رأس ساعت 20:52 دقیقه به پایان میرسونیم، ولی قبل از پایان میخوام از همکارانم که توی این جلسه منو همکاری کردن بسیار سپاسگزاری کنم. منشی جلسه آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی، مسئولین ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خوا و آقای فرشاد عربی، و ادمین های محترم آقای مصطفی منیری و آقای مهدی کریمی. بسیار سپاسگزارم از اینکه در بحث آزاد شرکت داشتید و بحث بسیار خوبی داشتیم. در ساعت 20:53 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام می‌کنم.